خب بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. برنامه سربی با مردم از واشنگتن پایتخت آمریکا، شرق آمریکا با شما هستیم و خیلی خوشحال میشیم اگه شما هم لطف کنید و برنامه ها رو با دوستانتون شیر کنید یا سهیم بشید، در میان بذارید، هر جوری که خودتون صلاح میدونید. اجازه بدید من این رو یک لحظه بردارم و بیام خدمت شما. اولا امروز سوم ماه می هست، سال 2019 میلادی، 13 اردیبهشت 1398. قرار هست ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیرحسین لادن باشیم. ایشون نویسنده، پژوهشگر، محقق و کنشگر سیاسی هستند. امروز درباره مقاله‌ای که 2 هفته پیش ایشون نوشتند در نشریه گویا، نشریه اینترنتی گویا، و ما هم در بالاترین، در فیسبوک، در توییتر و در صفحه خودمون هم اون رو منتشر کردیم صحبت کنیم. شما هم اگر نظری در اون مورد دارید میتونید در طی برنامه به صورت زنده از طریق فیسبوک، به صورت کامنت و از طرق دیگه که میبینید، ما اینجا ایمیل داریم، تکست داریم، تلفن پیامگیر داریم و همه چیز هست. سلام میکنم به آقایان زمانیان و نیساری و آقای مشایخی عزیز که چند مدتی نبودند و خوشحالم که هستند باز هم با ما. من دیروز به یکی از دوستان قول دادم که مقداری درباره داشتن بیزینس، تجارت، کسب و کار در آمریکا صحبت کنه. آمریکا حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه از همه جای دنیا برای اینکه شما خودتون بشید رئیس خودتون و بیزینس یا تجارت و شغل و کسب و کار رو داشته باشید آسان‌تره. اینجا خیلی بهت گیر نمیدن، از همون روز اولی که 300-400 سال پیشی که آمریکا آمریکا شده و بعد 200 چند سال پیشی که آمریکا جمهوری شده و اینها گفتن ما به جای اینکه به این گیر بدیم بذاریم بره کار کنه، از دست مزدش و از حاصل پول در آوردنش مالیات بگیریم. خیلی هم فکر خوبیه. شما تو کشورهای دیگه به این سادگی نمیتونی تلویزیون باز کنی، تو کشورهای دیگه به این سادگی نمیتونی بیای صاحب پمپ بنزین بشی. معظمی تو کشورهای دیگه اینقدر پمپ بنزین نیست، تو کشورهای دیگه نمیتونی صاحب تعمیرگاه ماشین بشی، معظمی اینقدر نیست. البته بودن اینها خب از یه طرف کار رو راحت میکنه، شما تو هر خیابونی که بری هر چی بخوای هست، از یه طرف کار رو سخت میکنه چون رقابت زیاده و این پولها تقسیم میشه، ولی خب هر کسی زرنگ باشه اینجا میتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. حالا میایم بر سر ما ایرانی ها. ما ایرانی ها باز هم یا متاسفانه یا خوشبختانه چون آدم های زرنگی هستیم، آدم های باهوشی هستیم، آدم های زبلی هستیم، نمیخوایم برای این و اون کار کنیم، از همون روز اولی که میایم اینجا تا برای یکی کار میکنیم میگیم ای بابا این که شد کار کردن خر خوردن یابو، در مثل مناقشه نیست، من کار کنم این صاحب ماشین ببره، من کار کنم من اینجا شب بیدار بشینم اون خوابیده تو خونش یا داره تلویزیون نگاه میکنه اون ببره، چرا خودم این کار رو نکنم؟ چشمتون روز بعد نبینه. دیدید طرف شکایت میکنه میگه آقا من یک رئیسی دارم از اون فلان فلان شده هاست، مو رو از ماس میکشه، نمیدونم حساب رو اینجوری فلان اینا. وقتی خودتون میشین رئیس از اون شما فلان فلان تر میشین برای خودتون. از خودتون سوال میکنید آقا من اون موقع برای این که کار میکردم، 2 ماه که کار میکردم، حالا 2-3 روزم زنگ میزدم مریضم سر کار نمیام، با دوست دخترم قرار داشتم، با همسرم میخواستیم بریم تولدش، فامیلمون اومده بود زنگ میزدم مریضم من نمیتونم بیام سر کار. ولی وقتی میشین رئیس خودتون آخرین باری که یه همچین کاری برای خودتون انجام دادین اصلا یادتون نمیاد،
حالا بماند آخرین باری که یه روز آف گرفتی رفتی وکیشن رفتی دریا یادت نمیاد. خب از اون ور یادتون باشه وقتی شما کار میکنی، حالا شدید رئیس، درسته؟ تو تلویزیون هم تبلیغ نشون میده بی یور اون باس، بیا مثلا فلان شرکت رو 100,000 دلار بده به ما، ما برات بنزین میدیم، فلان میدیم، اینها شرکت پمپ بنزین بزن، ولی شما باید 4 تا کارگر استخدام کنی، شب روز کار کنن. این کارگرا هر وقت میخواد بره دریا به زنش میگه زنگ بزن بگو مریضم، خودش زنگ میزنه صبح میگه گلوم درد میکنه، مثلا حالا یه جایی پیدا کرده میبینه اگه امروز بره خونه همسایه دیوارشو خراب کنه به جای شما 100 دلار بهش میدی اون 200 دلار میگیره. خلاصه در بهشت در باغ سبز. نمیخوام خدای نکرده بگم هیچ کسی هیچ کاری رو شروع نکنه، رئیس خودش نباشه، همیشه برای دیگران کار کنه، ولی از زبان کسی آمریکایی‌ها میگن بیندر داندت، میگه یعنی همونجا بودم همین کار رو انجام دادم. من از سال دومی که تو آمریکا بودم بیزینس خودم داشتم، از سال 1987 میتونم بگم از همون 5 روز اولی که اومدم آمریکا با داداشم و شریکمون آقای جعفر معبودی بیزینس خودم داشتم، رئیس خودم بودم و میدونم. و الان که نشستم اینجا بچه هم بزرگ شدن، نوه دارم، میگم ای کاش که به جای پول ساختن روزای شنبه شنبه مرخصی گرفته بودم با بچه هم فوتبال بازی میکردم، میبردمشون اینجا. نه که نبردیم، ولی با همه اینا همش فکر میکنیم کم رفتیم، کم دیدیم. نصیحت من به دوستان اینه، اگه میخواین یه بیزینسی رو شروع کنید فقط جنبه های مثبتش رو نبینید. یه کاغذ بذارید جلوتون مثل حساب که میخوای داشته باشی، این ور بدهیاتون، این ور طلبکاریاتون، این ور درآمدتون، این ور خرجتون، این ور خوبی ها، اون ور بدی ها، مدرسه یادتونه شاگردای بد این ور، شاگردای خوب اون ور. بنویس آقا. بعدم اگه میبینید، من یادمه ما اوائلی که شروع کردیم، خب اون موقع کامیونا مثلا توی آمریکا میساختن ساعتی 40 دلار 50 دلار، طرف میگه آقا این سوربی و برادرش عجب پولی میسازن ها، شما فکرش بکن 24 تا 50 دلار ضرب در 365. در صورتی که اونایی که تو کار کامیون هستن میدونن شما اگر در عرض یک سال 150 روز کار کنی کلاتو میندازی بالا. یه روز بارون، فردای بارون گله نمیخوان شما کار کنی، یه روز یخبندونه نمیخوان شما کار کنی، بعد طرف شبانه روز 24 ساعت شما رو گذاشته رو کامیون، ساعت 50 دلار هم داده، هیچ به اصطلاح خرجی هم برای شما نتراشیده، همش درآمد، همش مستقیم تو حسابتون. اینجوری نیست دوستان. این آگهی ها رو گولشو نخورید. Be your own boss. بدترین رئیس خود شما میشی. خواب و آسایش و زندگی رو اول از خودت میگیری، بعدن از خانوادت میگیری. آقا برید برای یه جایی که یه آدم خوبی هست کار کنید و به اون نشون بدید که شما برای اون یک asset هستی، یعنی یک سرمایه‌ای هستی که میتونه رو شما حساب کنه. لایبیلیتی نیست، برایش مسئولیت نیست. یه روز زنگ نمیزنی بگی آقا ماشینم بنزین نداره 5 دلار باید بدم بنزین بزنم، یه روز نمیگی ماشینم پنچره. این میتونه رو شما حساب کنه، بعد شما میتونید خیلی قشنگ بهش بگید من کارم خوب انجام میدم، پس باید حقوق بیشتری بهم بدید، مرخصی دارید، به موقع میرید مرخصی، به موقع میای، شیک تمیز. اتفاقا این دوست ما خیلی اهل مسافرت، اهل دل، این ور اون ور میره. وقتی شنیدم میخواد بیاد خودشو اسیر کنه گفتم آهو صبر کن من فردا یک چیزایی رو که میدونم برات بگم. از این آقای فیلابی سوال کنید، روزایی که همه اینها میرفتن تفریح این ور اون ور، بازی، ورزش، ما وای میسادیم شنبه و یه شنبه تعمیر کن، مرتب کن، همه چی رو آماده کن که دوشنبه این ماشینا برن سر کار. چشمتون روز بعد نبینه. دعا
دوشنبه ساعت 4 صبح یکی زنگ میزد، آقای سوربی با همسرش دعوا شده زندانه. خب چیکار کنم؟ باید برم به جای اون رانندگی کنم. اون یکی زنگ میزد آقا دیشب مشروب زیاد خوردم سرم درد میکنه. خب ما که دیگه اختاپوس نیستیم 8 تا دست پا داشته باشیم بتونیم دو تا کامیون رانندگی کنیم، دو تا ماشین رانندگی کنیم. خلاصه روزگارت رو سیاه میکنم. حالا یه کارایی هم هست، اتفاقا این دوستمون دیروز یک آگهی فرستاده بود که به اصطلاح شما یه ماشینی میخری تاکسی رانندگی میکنی، هر وقت دلت خواست میری بیرون، هر وقت دلت خواست میای تو، اوبر رانندگی میکنی، تو خونت نشستی یه اتاقشو میدی اجاره، میدی به ایر بی ان بی، میان میرن، شما بعدا ملافه رو عوض میکنی، تمیز میکنی، اینجوری. خب اینا یه حالت دیگه ای داره، ولی اینکه شما فوری بیای مثل اونایی که 4 نسل اینجا بودن، آقا طرف ایتالیاییه 4 نسل اینجاست هنوز تو رستوران کار میکنه، بهش میگی رستوران خودت، میگه هل نو، یعنی من نمیخوام رستوران خودمو داشته باشم. چه کار میکنی؟ من شفم، من آشپز این رستوران، آشپز خوبیه، حقوق خوب میگیری، آشپزا بعضی هاشون 300 هزار دلار 200 هزار دلار میسازن. بله کار سختی هم هست، همش با آتش و روغن انگار تو جهنم دارن کار میکنن. بمانه این ماجرای برای دیگران کار کردن و برای خودت کردن کار کردن، برای یه شرکت معتبری پیدا میکنید کار میکنید، میدونید کی باید برید سر کار، میدونید کی باید بیاید. این دوستمون آگهی زده بود که بیاین یه ماشین بخرید 30,000 دلار 40,000 دلار و بدین داخلش رو درست کنن مثل یک اتاق خواب. ما گفتیم خب ماشین بشه اتاق خواب برای چی؟ بعد نشوندن این خیلی خوبه، میری شما کار میگیری، دیگه لازم نیست مثل اونایی که سی دی ال دارن 8 ساعت 10 ساعت لاگ بوک داشته باشن بخوابی، شما میتونی 24 ساعت تو جاده باشی. آقا میزنی خودتو میکشی، حالا گیرم که اونا شما رو کنترل نکنن، خودت میزنی از بیخوابی خودتو میکشی، خودت میزنی از بیخوابی خودتو مریض میکنی. به دوستمون گفتم نه آقا بنده دیگه با این موی سفید و سن زیاد ترجیح میدم برم برای این اون کار کنم. آقا برو برای یک کسی لیموزین رانندگی کن، برو برای یک کسی اتوبوس رانندگی کن، برو برای یک کسی تو دفتر کار کن. اینجا الان دیگه سکرتری رو میگن اگزیکیتیو ادمنستریتیو. دیدی چی میگه؟ خب از طرف خیلی از بیزینس ها در ویکند ها رونق بیشتر و درآمد بهتری داره. خب من اصلا نمیفهمم چه ربطی داره به حرف ما، این چه ربطی داره که بیزینس ها در ویکند، خب شما برو ویکند کار کن. بله شما ویکند کار میکنی، اوبر رانندگی میکنی، تاکسی رانندگی میکنی، تعداد بیشتری آدم مست میبینی، باید تا 2 صبح 4 صبح 6 صبح کار کنی. بعد اون اینجا میگن preferences، یعنی اون چیزی که شما دوست داری. مثلا من اهل صبح بیدار بودنم، من صبح ساعت 5 بگن برو سر کار ناراحت نمیشم، 5 میرم سر کار و کار کردم، شبم کار کردم، میبینم پدر چشم در میاد، پدر اعصاب در میاد، بعدم خدای نکرده دیدت چون کافی نیست، اگه زدی یه کسی رو کشتی، همون بنده خدا رو یا میکشی یا میندازی تو بیمارستان، هم خودت رو به اصطلاح اسیر میکنی. در هر صورت این دو تا موضوع مختلفه آقای خوشنودی. ما اونی که داریم میگیم، ما میگیم این آگهی ها رو نگاه نکن که میگه بیا شما به من 10,000 دلار بده من یادت بدم چجوری بیزینس کن، بعدم عکس یه خانم خوشگلی رو نشون میده کنار استخر، یه آقایی هم که شما باشی گذاشته اونجا، اینم داره میخنده، خانمان براش نوشابه میاره. نه آقا، همین آقایی که میخواد الان گول شما بزنه مجبور شده رفته پول بده تبلیغ بسازه، یعنی ایشون اگه پول در آورده بود که پول در آورده بود رفته بود سراغ کارش، ولی این پول از همین در میاره، 10,000 دلار از شما، 10,000 دلار از اون، 10,000 دلار از اون، بعد شما رو یه مشت کاغذ پاره میده دستت یا یه مشت سیدی میده دستت، میگه اینا رو برو بخون، آقا خونه بخر، فلیپش کن، بفروش، موفق میشی. هر کسی رو میبینی میگه من مثلا با شوهر خواهرم، من با نمیدونم برادر زنم خونه میسازیم و میفروشیم.
بعد به قول این دوستمون به جای ریمادلینگ ریدمالی میکنن، یه خونه ای رو میخرن با هزار کار غیر قانونی که انجام میدن، از اون آشغالش رو که باید ببرن مثلا یه جای درست بریزن نمیریزن، تو آشغالای خونه میریزن فلان اینها، تا چیزی رو که باید برن پرمیت بگیرن اجازه بگیرن انجام نمیدن، تا اونی که میخوان گاز بکشن باید زنگ بزنن، تا اونی که میخوان دک بسازن باید به شهرداری یا کاونتی بگن نمیگن، همه این کارا رو که میکنن تازه مثلا چه پولی به دست آوردن، بعدش هم یقه همدیگه رو میگیرن دعواشون میشه. خیلی از خانواده ها سر همین، من داشتم راننده داشتم، اومده گفته که سوری من دیگه برای شما کار نمیکنم. گفتیم خب چه میخواید ما بریم مسافرت؟ نه، با شوهر خواهرم شریک شدیم کامیون خریدیم. باور کنید خدا شاهد چند تا کیسش راجدیم، به هفته دوم اینا نکشیدن که وایستن حقوقشون برسه. اولا اینا فکر نکرده بودن که امرو که میره کار میکنه شب که گازوئیل میخواد کی پول داره گازوئیل بهش بده؟ یک هفته باید کار کنه تازه این تیکتا رو ببره بده، چهار هفته سه هفته وایسه اگر اونا بهش پول بدن. و برید ببینید چند تا از بیزینس های آمریکا هر روز بهش میگن بلی اپ، یعنی مثل ماهی که میمیره شکمش میاد اینجوری بالا رو آب، بهش بگید که چند تا از بیزینس ها میرن داون، چند تا از بیزینس ها بلی اپ میشن، دوتاش هم مردن و از بین رفتن. اینم از این. آقا وقتی نوکر خودت هستی زورت به این نوکره نمیرسه، دمارت رو در میاره. بله، میگه که سعید میگه که I did not become a millionaire yet, have secure retirement and insurance for my family one more year to retirement. بله خب سعید زبله، میگه من هنوز میلیونر نشدم ولی برای خانوادم یه بیمه ای دارم، یک بازنشستگی دارم، بالاخره خونه و زندگی هم داره، خودش هم نکشته مثل دیگران شب روز. کجاست آقا؟ آقا سر کاره. خب آخه مردشور این کاری ببرن، کی رئیسشه؟ آقا عجب رئیس بی انصافی داره، آقا بیزینس خودشه، خودش رئیسشه. خب این آقای خورسندی هم میگه آقا وقتی نوکر خودت هستی زورت به این نوکره نمیرسه، یعنی من متوجه نمیشم اتفاقا چون نوکر خودت هستی به این نوکر بیچاره بیشتر زور میگی. از اونوری نگاه کن، میگه آقا مریضم، برای هر کسی کار میکردی شما نمیرفتی سر کار، ولی چون برای خودت کار میکنی باید بری سر کار. پس این رئیسه داره به نوکر زور میگه. نمیدونم، بالاخره فکرشو بکنید، من فقط میگم فکرشو بکنید با حساب و کتاب. واخه اوکی، You never become a millionaire by working for somebody else. حالا میلیونر که میشیم چه کار میکنیم؟ آقا میلیونر که میشیم چه کار میکنیم؟ طرف رفته 118 میلیون داده یه ماشین خریده، آیا میخواد این ماشین رو بیاره تو جاده‌ای که شما هستی توی LA رانندگی کنه؟ نمیکنید. پس محدود میشه، در صورت که یه پیکاپ ترای قرازه داشته باش هر جا همه با رانندگان شما با سرعت میری، تو دست انداز آدم افتاد ریمت هم در رب، نمیدونم قالپاقت هم در رب، میگه آقا گروه پدرش اصلا قالپاق میخوام چیکار. 118 میلیون داده یه ماشین. این آقای فرهاد پارسی بود، هی زنگ میزد به من میگه که من اینجا بنتلی دارم، لامبورگینی دارم، فراری دارم. بهش میگفتم آقا من این چیزها رو خیلی خوشحالم که نکه نداشتم، هیچ وقتم آرزوشو به دل ندارم. شما اینا رو برای کسی میگی که اصلا حسرتشو نداره. بنده تو ایران یه جیان داشتم، بعد هیلمن داشتم، بعد پیکان داشتم، بعد رنو داشتم. همین که این رنو نو بود من کلی خوشحال بود. اینجا هم که اومدیم از ماشین 600 دلاری خریدیم که روز اول اکسلش در رفت، رفتیم جانکیارد 100 دلار دادیم اکسل آوردیم درست کردیم، تا بعد ماشینای نو بنز هم داشتیم. موقعی که همون به قول شما حالا چون صاحب بیزینس خودمون بودیم میلیونر شده بودیم، رفتیم دو تا بنز نو خریدیم قبل از اینکه بیایم تو تلویزیون ایرانی. الان که اومدیم تو تلویزیون ایرانی دیگه همون باید سوار اوبر بشیم، یکم پیاده راه بریم. خب در ایران اگه دو تا کارگر ایرانی داشته باشی روزگارت رو سیاه میکنه. خب بگید آقا بنویسید برای این دوستمون
شما بخون آقا اگه هستی یا بعدن این فیلمو میبینی بخون. و اما Be your own boss, have your own business. Wait a minute, not too fast. تون نرید وایس. امروز جمعه است. موزگیری احمد خاتمی امام جمعه تهران. بالاخره اینا امام جمعه دائم پیدا کردن یا هنوز موقتن؟ من خندم میگرفت از همون اولی که میگفتن امام جمعه موقت تهران، یاد ماشینای نمره موقت میافتادم. و این ماجرا چی بود که اینا همیشه امام جمعه موقت داشتن؟ نشون میده که سیستم آخونده هم مثل سیستم ترامپ شارلاتان به اصطلاح میلنگه، سه کار میکنه، چند تا از شمعاش شکسته خاموشه. آقای ترامپ دو سه هفته گذشته آمد دو نفر دیگه، یه سیاه پوست و یه سفید پوست، آمد گذاشت که اینا برن برای نمیدونم بانک فلان و اینها. دوتاشون به سلامتی تا دیروز رفتن. یعنی این آقا مسخرش میکنن، میگن ما نه وزیر امنیت داریم، نه وزیر نمیدونم فلان داریم، نه فلان. بعد طرف گفت البته شکر خدا میکنم که دم خونمون از این چیزای رینگ خریدم $40، کسی که زنگ میزنه میبینم کیه. یعنی نتونست. یادتونه میگم من بهترین ها رو میارم، آقای رضا سلامی یادتونه میگم من بهترین ها رو میارم، اینا کیان بلد نیستن دولت رو بچرخونه؟ دولتی که نمیتونه بچرخونه، همه چیزو به توقف کشیده. هیچی. دو روزم دیدید این نمایش مسخره دادستان کل کشور رو آورده بودن، بعدم حالا رئیس یا سخنگوی مجلس خانم نانسی پلوسی میگه این آقای دادستان کل کشور دروغ گفته، وقتی که قسم خورده بوده. وقتی که قسم خورده باشی و دروغ بگی این جرم حساب میشه. و میخوان حالا ایشون هم بیارن یا بگن ریزاین کن، یعنی استعفا بده، یا ایمپیچش کنن، استیزایش کنن. اینم یک معضلی، یک قوزی به قوز این ترامپ گوش پشت اضافه شد. برید ببینید این آقا نتونسته پس از دو سال هنوز کابینه حکومتی رو تکمیل کنه. یه سری رو گذاشته هی اکتینگ 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 اکتینگ، برای که میدونه اینا انقدر کارشون خرابه که از مجلس و سنا اینا نمیتونن رأی تایید بگیرن. وای به حال اونایی که نشستن به امید این، یعنی اونا دیگه چه آدمایی هست. خب اینم از این. آقای نگهبانم قرار بود یه روزی با هم صحبت کنیم، ولی دوستان خیلی بیزی هستن، میان اینجا یه سری میزنن میرن یه جای دیگه، اونجا یه سری میزنن میرن یه جای دیگه. و اما ترامپ و پوتین امروز بیش از یک ساعت با هم تلفنی صحبت میکردن. شما به من بگو که چرا ترامپ باید راجع به گزارش تحقیقات مولر یا همین بازرس مخصوص بیش از یک ساعت با پوتین صحبت کنه، الا اینکه این یک چیزی پوتین و روسیه از این دارن که اینو اینجوری نوکر و اجیر و بنده و غلام حلقه به گوش خودشون کرده؟ نه، بیان بگین چرا. خب ببینیم که برای شما چی گذاشتیم، چه زمان سریع گذشت. روز دوشنبه قرار هست با آقای دکتر عابدی یه مصاحبه داشته باشیم. از اون روز تا امروز حتما دیدید که مصاحبه دکتر عابدی و دکتر صدقی و آقای سبا تبار درباره مهاجرت، درباره اینکه مهاجرت مشکلات رو حل نمیکنه. اگر شما مشکلی داری مهاجرت مشکلات رو زیاد میکنه، ولی اگه مشکلی نداری، زندگی معمولی داری، میخوای بیا یه زندگی موفقی داشته باشی، مهاجرت کمک میکنه. و مهاجرت از اولین روزی که بشر یادش میاد وجود داشته و هست و خواهد بود. یعنی میبینه اینجا سرده، این خیلی سردیش میشه، بلند میشه میره آریزونا. میبینه اونجا گرمه، بلند میشه میره یه جای دیگه که نه سرما باشه نه گرما. این همش مهاجرته، یکیش برای حواس، یکیش برای پوله، یکیش برای نمیدونم اوضاع سیاسی اجتماعیه. طرف بلند میشه میره یه جایی میبینه ایرانی نیست، میگه نه آقا من میخوام بیام واشنگتن دوشنبه، نمیدونم برم کانون یه شنبه. شما یه شنبه تو هر کدوم از این هتل‌های اینجا بگردی بالاخره یه برنامه ایرانی
حالا یا برنامه شادی و فلان این هاست، یا از این جنبش منبشایی که تا کنون هم ما ازشون حرکتی ندیدیم. Nice work. بله خیلی ممنون، برای یک کسی کار کردیم، برامون گفته شما از 5 4 96 بهت دادن، اونایی که باشون بودی و نمره خوبیه. آخه این نمره به درد من چی میخوره؟ بگو آقا حالا 4 دلار 96 سنت بهت بدیم باز اون بهتره. بله اینم از این. نگاه کنید مثلا یوتیوب الان برای من فرستاده که 21 دسامبر 2012. حالا ما کی هستیم؟ 6 سال تقریبا 7 سال گذشته، شما یه آهنگی پخش کردی که این کپیرایتش مال فلانی بوده. بابا give me a break. طرف از اول برنامهش تا آخر برنامهش میشینه موزیک و اینها پخش میکنه، هیچ کارش هم نداره، ولی ما چون دوستان زیادی داریم هی گزارش میدن. اتفاقا یه نفر نوشته بود که آقای سوربی من تازه با شما آشنا شدم و بیا این فیلم رو نگاه کن. گفتم من اینا رو دیدم، ولی اینا هم به یه نوعی دیگه از اون وری هستن، یه چند تا مسیحی هستن، اینا مسیحی های هستن که کلیمی های صهیونیست رو قبول ندارن، میگن کلیمی ها آدم خوبی هن. حتی جیزس عیسی مسیح هم کلیمی بوده، ولی میگه اونایی که صهیونیستن اینا اتفاقا مثل هیتلر هن، همین مثل ترامپ هن، مثل نتنیاهو هستن، ولی اینا هم انقدر تندرو هن که شما وقتی نگاه میکنی، یا دوست عزیز آقای دهقان یا دهقانی، واقعا ما یه آقای دهقانی هم داشتیم مربی شنا بود توی شیراز، بله ایشون اینا رو گوش کن ولی بهشون خودتو به اصطلاح نچسبون، چون اینا همشون مثل همن. شما چه بری به حزب الله، چه بری به مسیح الله، چه بری با کلیم الله، اینا همشون یه چی میگن؟ میگن ما بهتر از دیگران هستیم، خدای ما خدای بهتریه، بهشت ما بهشت اصلیه، همشون یه چی میگن. اگه ازش سوال کنی آقا مگه تو بهشت بودی؟ میگه نه، یه آخوندی رو میدیدم داشت صحبت میکرد، آخونده میگفت که شما اگه خمس ندی به طبق چیز اسلام به اصطلاح خونت رواست دیگه، باید بکشنت. بعد طرف میگه خب باید به کی خمس بدم؟ میگه خب به خدا. میگه خب خدا که اینجا نیست که، میگه به پیغمبر. میگه خب پیغمبر که نیست که، گفت نماینده های پیغمبر. یعنی آخر آوردش به کی شما پول باید بدی؟ آخونده. آخونده برات پول رو چیکار میکنه؟ گردن خودش کلفتر میکنه، بچه های سوسولش رو ماشین های بهتر میخره که دور دور میگن چی میگن هم میچرخن یا برن خارج و اینا. امروز یه چیزی میخوندم، یه خانمی که 5 سالم اینجا رفته زندان، نمیدونم معاون مشاور مال رادیو تلویزیون ایران بوده، این خانم آمده یک معامله انجام داده در آمریکا، 5000 تا دوربین که در شب شما میتونی ببینید، دیدی این دوربینایی که اینجا اصلا ارزون 20 دلاره میخرید، شبم میبینی و یه رنگ سبزی داره، اینا رو خریده و اینجا گرفتنشو 5 سال زندان. ولی وقتی صحبت میکنه خانومه اصلا میبینی اینا کلاشن، اینا واقعا لومپنن. بهتون گفتم خب با خود من تماس گرفت یه نفر که آی سوربی شما که آمریکا هستی میتونی برای ما وسایل کاترپیلار؟ گفتم شما کجا هستی؟ ایران که نمیتونی چیزی بفرسه. گفت نه من دبی هستم. گفتم آها، مگه دبی اونجا نماینده کاترپیلار نداره؟ برو از اونا بخر. این از همین معامله بود، بعضیا برای پول میرن گرفتار میشن. داشتیم چند نفر دیدید ایرانی ها رو گرفته بودن که تعویضشون کردن، مبادله میگن یا معاوضه کردن با 5 تا چند تا. خوبه یه سری آمریکایی تو ایران زندانن، یه سری ایرانی اینجا زندانن، هر از گاهی اینا به عنوان جاسوس به عنوان چی به همدیگه میدن و به قول شیرازی ها میسونن. میگه آقا چند روز پیش در فیسبوک نیوز سوال شما رو در زیر یکی از پست های مربوط به ترامپ که میگفت American great again خیلی مؤدبانه نوشتیم، چیزی نمونده بود بیان ما رو کتک بزنن،
از انواع لایک انگاری گذاشتن تا تهدید به دیپورت و انواع فلان اینا، مجبور به پاک کردن کامنت شده. بله، این Make America Great Again یعنی دوباره بیایم آمریکا رو برسونیم به اون روزی که عالی بوده. ازشون سوال کن کی، چه تاریخی. آقا نه که بی سوادن، کم سوادن، مثل شاه اللهیا، مثل مجاهدا، مثل مصدق اللهیا شروع میکنن به شما فحش دادن. آقا من نوشتم این شاه کمدان حتی دیپلم نداشت و این آخوندار چیز کرد. طرف شیرازی فعلی، بابی فعلی، آقا میام میزنم میکشمت، میگم احمق تو تهدید میکنی چوب تو فلانت میکنن. نمیفهمن، شعور نداره. شما ناراحت نباش. بعد بعضی وقتا میشیم مثل آقای اکبری دیگه، به این نتیجه میرسیم آقا ولشون کن. اونی که میفهمه میفهمه. تو شیراز میگفتن آردار اشاره، بیار مناره، یا در خانه اگر کس است یک حرف بس است. یا اونی که میگن خودش به خواب زده، شما هرچی هم تکونش بدید چشاش میبنده، ولی اونی که خوابه یه اینجوری کنی بیدار میشه. این ماجراست، ولشون که آقا، وقت خودتم اونجا نگذرون، بیخیال. بله، خب آقای کاووسی نظر شما راجع به اینایی که رئیس خودشون هستن چیه؟ کاووسی هم رئیس خودشه دیگه. بنده خدا یه وقت 10 شب تو خیابونه، یه وقت نمیدونم 5 صبح گرفتاره این ور اون وره. حالا چون مال خودشه، برای خودش کار میکنه، صداش در نمیاد. نمیتونه بره خونه فوش بده به رئیسش، که رئیس کی؟ رئیس خودشه. ولی قبلا اگه برای یک کس کار میکردیم، اقلا میتونستیم یه فوشی بدیم، بگیم آه این پدر سوخته رئیس اونم آدم نیست، نمیدونم فکر میکنه ما برده هستیم، ما اسیریم. دوست عزیز، اگه میخوای بیزینس باز کنی، من اول بهت میگم اول این کار رو انجام نده، بذار توی آمریکا تجربت زیاد بشه، چم و خم و زیر و بم بیزینس رو بدونی. یک، بهتون گفتم یه دوستی ما از آلمان اومده بود اینجا، گفت چیکار کنیم، گفتیم حالا به دوستان میگیم، به یکی گفتیم، گفت بگو بیاد آقا من میبرمش موکت، کمک موکت. یه هفته رفت کمک موکت، اومد من گفت آقای سوری شما یکی از این ونا رو بده من. گفتم خب میخوای چیکار کنی؟ گفت من خودم میخوام برم قرارداد بگیرم موکت بزنم. گفتم آخه من موکت چسبونم، تو موکت چسبونی، چه تجربه داری؟ آقا این 1000 پیچ و خم داره. دیدید اینایی که موکت میزنن چه قشنگ تو مغزش میفهمه اینجا به پله که رسید کجاشو کات کنه، بچرخونه، وارونه، اصلا پرسپکتیو نمای این پله ها رو تو مغزش درست میکنه. خب این که نشد، شما یه روز رفتی آهنگری، اومدی به مامانت گفتی که کاری نداره، میزنی بهش صاف میشه بیله، گرد میشه میله. اینجوری هم نیست عزیزم، دست دادینم از این و بریم سراغ نوشته ها. اون دوستی هم که از اریا کد 317 برای من تکس فرستادی، دوست عزیز، جمله 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 هی تکس ها رو نزن، سنت سنت سنت، یه مقاله، یه آرتیکل بنویس، یه پاراگراف بنویس بعد بزن. چون من اینجا 20 تا که دروغ میگم، 16 17 تا هی یه جمله یه جمله یه جمله یه جمله از شما گرفتم. اون فیلم ها رو هم دیدم، اینا درست میگن که میگن ربای که با حقوق دولت اسرائیل داره پول میگیره و داره یاد ارتشیای اسرائیل میده، بهشون میگه ما نژاد بهتر هستیم و اینا حیوانن، بزنید بکشین، همون گوه یا گوهم بهشون میگن، مسکه جنتال یه چیز اینجوری هم میگن، یه کلمه بدیه، یعنی لوک داون میکنن. ولی چه باید کرد؟ چون خود مسیحی هم، برید اینو گوگل کنید که ورس یعنی آیه، یا آیه و یا سوره، ورس بایبل آن آرمی رایفل، برید بنویسید که سوره و آیه انجیل روی اسلحه های سربازا و میبینید. خب آقا این کجاش جیزس که گفت این وره که زدی این وره بگی، این کجاش اسلحه برمی داره از این وره دنیا میره اونجا. همین ویدیویی که این دوست من برای من فرستاده بود، من اینو قبلا دیدم، اون آقای مال فاکس نیوز داره راجع به ونزوئلا صحبت میکنه، فاکس نیوز به ترامپ میگه خب دیوانه، تا رو میخوای ونزوئلا رو هم بریزی به هم، تا این تکون بخوره 8 میلیون پناهنده میخوان بیان بیرون، اینا رو میخوای چیکار کنی؟ تا این تکون بخوره کشورهای دیگر رو که ریختیم به هم درست کنید،
اونا هم نفت داشتن، ولی حالا که رفتید نفت عراق ارزون شده، نفت سوریه ارزون شده، این افغانستان و نمیدونم اینا رو که ریختین به هم درست شده. ولی من نمیدونم چه جنونی هست کار تاکتیکیه. قبلا هم تو سی ان ان بود، اون وقتا که اونجا بود همیشه پاپیون میزد، بعد قیافه خندداری هم داره، همیشه اینجوری میکنه. کار تاکسون چی اسمش بنویسید. بله خب بریم ببینیم اینجا براتون چی نوشتیم. این دوستمون یه چند تایی فرستاده، ما بزنیم بره. آها گفتم بهتون که پتیک یه پولی پیدا کرده بود و نوشته بود که هر کس در اینجا چیزی گم کرده بیاد اینجا. من برایش نوشتم آقا میگفتی هر کس پولی گم کرده، گفت نه آقا، اگه بگم پول گم کرده یک میاد میگه آقا من 100 دلار گم کردم، میگم نه، فردا میره میاد میگه من 150 دلار گم کردم، میگن نه، میاد میگه 30 دلار گم کردم، تا آخر من بگم آقا بیا این پولا رو بگی برو. ولی وقتی من میگم چیزی گم کرده، حتی اگه یکی هم زنگ بزنه بگی من گربه گم کردم، دوچرخه گم کردم، تلویزیونم گم کردم، ماشین گم کردم فلان، میگم نه. اونی که پول میگه میگم بله، چند باید مبلغش رو درست بگی. خبر خوب این که به جمعه نرسید صاحب پول پیدا شد و خیلی مهمه که شما تو آمریکا یه مبلغی رو، حالا که دیگه صاحبش پیدا شده، من میگم نزدیک 500 دلار ببری پس بدی، ببری به صاحبش بدی. البته یه داستانی برای من تعریف کرده، حالا چون نوشته خصوصیه من نمیخوام. ها تاکر کارلسون، این سعید جان اگه میتونی این تاکر کارلسون در رابطه با ونزوئلا کوپ کودتا رو بزن، نگاه کن اصلا دهنت باز میمونه از تعجب. یا به قول اینها اینجا میگن این چونت میفته رو زمین، دیدی الان تعجب که میکنه، میگن اینا جادرای چونت میفته رو زمین، که توی کانال فاکس داره به این قشنگی توضیح میده که خب آخر رفتی، ما میدونیم بله اینا دموکرات نیستن، ولی اینا عوض کردی، میخوای چیکار کنی تو ونزوئلا؟ این آقای مادورو میخوای عوض کنی، میخوای اونو بیاری بذاری جاش، بعد چی میشه؟ فوری یه عده‌ای که با اون بودن، حالا اگه جنگ داخلی نشه، همین تو خیابوناش الان نگاه کنید، آدم ها دنبال پلیسا میرن، پلیس اسلحه دستشه ولی نمیزنه، چون میدونه اگه زد کشت فردا تو دادگاه میخوان بیارن محاکمش کنن. بله آقای پتیک، هر چه پتیک جان، این آقای خوشنودی میگه از امروز به بعد آقای پتیک هر چی پیدا کردی مال منه، به من زنگ بزن من میام ازت میگیرم. خب بله thehill.com home news media. آها نمیدونم اینجا الان اگه کلیک کنم این فیسبوک ما که داره لایو پخش میکنه دوچار اشکال میشه یا نه، بذار ببینیم میشه یا نه. حالا امتحانش که ساده است. بله اینجا میگه کارلسون بلاست، میگه یعنی اصلا بلاست یعنی مثل منفجر شدن، میگه حمله شدیدی کرد به اینایی که طرفدار اینترونشن یعنی دخالت کردن. میگه has it ever worked، آیا هیچ وقت کار کرده تا امروز؟ و این تصویرش رو من بهتون نشون میدم ولی صداش رو به اصطلاح باز نمی کنم تا ببینید، خودتونم برین تاکر کارلسون آن ونزوئلا بنویسید، یعنی این آقا اسمش تاکر. آدم عجیبیه، این خیلی هم چی نمیدونه، نسبتا هم جوونه به نسبت اونا، ولی من تعجب میکنم که چجوری از سی ان ان رفت فاکس. اینه این جمله است، میگه که این به اصطلاح حمله کرد، حمله نه حمله اسلحه و فلان، نه به اینایی که حمایت میکنن از دخالت در ونزوئلا. بعدم ازشون سوال میکنه آیا دخالت ما در کشورها هیچ وقت کار کرده؟ حالا احتمالاً ترامپ هم که با تلفن در باره به اصطلاح با پوتین صحبت میکرده این چیزه. خب این آقای شاپور دوم رو بخونید دوستان، معمولا نگاه کنید اینا طرفدار پادشاهیه و من انقدر خوشحالم اولا اینا رو مجبور کردم بیان بشینن نگاه کنن، این یک. دوما
چهره اصلیشون رو به شما نشون میدم. اینا کسایی که تو مهمونی ها به شما میگن درود ورود، ولی الان ببینید آمده اینجا یه برنامه ای آزاد میتونه بیاد نظرش رو بگه، دعوت میکنیم بیان آقا مهمون ما باشین، ببینید چجوری رفتار میکنن. نمیدونه 57 سال شاه با پدرش همین جوری رفتار کردن، مردم با تیپا و تو سری انداختنشون بیرون. 40 سال آخوندا همین رو داشتن، همین کار رو. بنویس، بازم بیشتر بنویس، خوشحال میشن. بیشتر بنویس، خودتو بیشتر معرفی کن. معمولا اینا عکسم ندارن، پشت یه عکس دیگه قائم میشن، شهامت ندارن، جرأت ندارن، ولی بیاین هر چی دلت میخواد اینجا بنویس، من پاک نمیکنم. و دوستان بشناسید اینا رو. اگه مردم تو ایران، شما میگید آقا چرا مردم نمیان بیرون، از ترس اینا. تلویزیون باز میکنه، طرف میگه آقا ما اگه بریم ایران اینا رو میخوایم ببندیم به درخت. رو فیسبوک میاد، طرف تو آمریکا منو تهدید میکنه که من باید ببرمش دادگاه، یا تو فیسبوک منو تهدید میکنه که من به فیسبوک گزارش میدم، چپ و راست اینا رو میندازه بیرون. ولی فیسبوک سیستم خوبی نداره هنوز، اینا دوباره با یه اسم دیگه برمیگردن میان. ولی یادشون باشه اینا پشت فیسبوک یه چیزی هست به نام IP address، اینترنت پروتکل. شما اونو نمیدونی، فیسبوک میدونه که تو همون هستی، میدونه که تو همین سربی هستی، تو این اتاق اومدی با یه اسم، تو تلفن با یه اسم، تو لپتاپ با یه اسم، تو آیپاد با یه اسم. بیشعور احمق، حرفتو بزن. منم دارم حرفمو میزنم. مگه شما نمیگید از آخوند بیزاری برای که نمیذاره مردم حرف بزنه؟ خاک بر سر ایران که مردم دارن بیشتر از تو، بهتر از منو تو حرف میزنن. خجالت بکشید واقعا. خب شما ناراحت نباش، فوش به خودشه. اگر اون وقتا میگفت که فوش پا نداره را بیفته بیاد، اینا فوش که پا نداره، اینا خودشون هم پا ندارن، جرأت ندارن. یه دفعه من زنگ زدم به یکیشون، بهش گفتم آقا من یه سوالی از تو میکنم، تو اگه منو ببینی توی مهمونی واقعا جرأت داری به من فوش بدی؟ شروع کرد عذرخواهی کردن. گفت آقا من از شما عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام. گفتم خب آخه این چیه که وقتی شما قایم هستید بهتون این جرأت رو میده؟ آقا من قایم نیستم، من اینجا نشستم، جامو همه میدونن، همه میشناسن منو، 20 سال این کار رادیو تلویزیون انجام میدم، 36 سال، 34 سال توی مملکت هستم، با شهامت حرفمو میزنم. چه خاکی به سر شما شده که اینجوری ذلیل شدید؟ قایم باید بشین، یواشکی بیان یه فوشی بدید در برید. بیچاره بیا حرفتو بزن، بیا با منطق به من بگو آقا چی شاه دیپلم نداشت؟ شاه 23 تا دیپلم داشت. آقایون خانما، شاه دیپلم نداشت. خانم نیر ایروانی قربانی که واقعا از دل و جون این خانواده شاه رو دوست داره، فکر کرد من اشتباه میکنم، گفت من میرم پیدا میکنم، رفت نتونست. شهلا خانمی بود، رفت پیدا کنه نتونست. اونایی که تاریخ رو میدونن، اونایی که روزنما رو میخونن، مال حتی سلطنت و کاخ و اینها، دیدن که شاه رو باباش فرستاد سوئیس، پسر بازیگوشی بود، یک کمی هم هارد هدد بود، یعنی کل خوش بود، دعوا و اینها. بعد حالا دیگه ماجرای پرستار رو حامل کردن، ماجرای دوست پسر پیدا کردن، هم جنسگرا بودن، ماجرای دوست پسرش رو برای باباش بیاره سوغات تو ایران، اینها رو برو بخون آقا، ولی شما به من فوش دادی. حالا چی شد؟ بله خب میگه که این خیلی جالبه، دیروزم یه خانم من نوشته بود که سربی گوه زیادی نخور. گفتم نه، ما به اندازه خودمون میخوریم، زیادیش میزنیم برای رضا پهلوی. این آقا میگه تو انی نیستی که کسی باهاش در بیفته. خب خدا رو شد که شما ان هستی، گوه هستی، تپاله هستی، همه به در میفتن. برو بیچاره، برو تو حریف من نمیشه. در صورت ممنونم که برنامه رو نگاه میکنی. آقای شاپور دوم نگاه کن، شاید یه چیز یاد گرفتی. امیدوارم یه روزی اگر رسیدی به اون جایی که آقا این سوربی درست میگفتا، برو از این امید دانا سوال کن، 5 سال پیش فوش زن و بچه رو من میداد،
امروز از خجالتش دیگه با من نمیتونه حتی سلام علیک کنه. برای که فهمید، بهش گفتم آقا این راهی که تو داری میری اشتباهه، این راهی هم که امروز داره میره اشتباهه، نمیدونم چرا. ولی اینجوری نیست که شما فکر میکنی شما میخوای این دموکراسی رو ببری ایران. آقای خوشنودی شما حاضری با این شاپور دوم بری ایران؟ آقای زمانیان که شما در ایران هستی، حاضر این شاپور دوم بیاد ایران؟ یا میگی بابا بازم صد رحمت به این آخوندهای جاکش، اقلا اینا هرچی میخواستن بکشن کشتن، هرچی میخواستن پول بدوزن دوزیدن، آره دیگه یه گوه جدیدی به نام شاپور دوم بیاد که فکر میکنه یه انی هست. این دوستون آقای عابدی گفت من برنامه شما رو نگاه کردم، من ترجیح میدم بعضی از کلمات رو که شما استفاده میکنی استفاده نکنم. گفتم آقا اشکال ما همینه، خیلی هی ما مؤدب به مردم حرف زدیم، مردم پررو شدن، باید بذاری روبروشون وایسی که بفهمه. اگه تو فوش بلدی منم فوش بلدم، ولی اگر تو بیای با منطق صحبت کنی من که نمیتونم فوشت بدم. تازه گیرم که من دیوانه هستم به تو فوش میدم، مردم میگن آقا این شاپور دوم چقدر با منطق اومد صحبت کرد، این سربی دیوانه است. کی ضرر میکنه؟ من ضرر میکنه، ولی الان کی ضرر کرد؟ احمق، تو ضرر کردی. خب من ندیدم تو برنامه شما کسی فوش بده، اولین باره، اگر بوده من ندیدم. چرا هستن میان فوش میدن، دوستانم جوابشون میدن و اینها، و من به دوستان اتفاق میگم جواب ندید، بذارید اینا آزادی رو حس کنن که آقا تو میتونی مخالف من باشی. امروز میاد فوش میده، فردا میبینه آقا اینجا میتونه حرف بزنه، میاد حرفشو میزنه. آخه شما از اول برنامه تا الان من چه چیزی گفتم که فکر میکنی دروغه؟ بیا اون حقیقتشو تو بگو. من گفتم امروز اینجا الان داره بارون میاد، دیروز یک بارونی اومد اینجا که نگو. شما زنگ بزن بگو آقا شما کجای ویرجینیا هستی، اینجا آفتابه. مردم نگاه میکنن میگه آقا این سوربی دیوانه شده، آفتاب به این خوبی میگه بارونیه، ولی این آقای شاپور دوم درست میگه. چقدر میترسید شما از منطق. خب بریم سراغ این دوستمون که صاحب پول پیدا شد و ما خیلی خوشحالیم. و اما درباره استاندار، نه دادستان کل کشور، آقای ویلیام بار. یه مدت ما مشکل روزان بار داشتیم، حالا این آقای بار اومده و اینقدر این دروغ گفت که دیروز حاضر نشد بیاد در مجلس، و مجلس هم گفت شما وقتی که بهت میگن بیا، اگه نیای بعدن این سپینا، فکر کنم باید بگیمش به فارسی احزاریه، احزاریه که میفرستن، اون موقع اگه نیای دلیلی نداشته باشی، مریض نباشی، نمیدونم فلان، اینها میتونن بیان بگیرن ببرنت بندازنت زندان که نیومدی. اگه آمدی دروغ گفتی میتونن بگیرن ببرن بندازن زندان که آمدی دروغ گفتی. اینه که این مملکت سیستمی داره که با همه این که یک شخص دروغگوی حق چی میگن فریبکار شالاتانی مثل ترامپ آمده و به اسم رئیس جمهور، ولی باز این سیستم داره میچرخه. چجوری؟ فشار دموکرات‌های کنگره بر دادستان کل، نانسی پلوسی گفت ویلیام بار مجرمه، کرایم انجام داده. چه کرایمی؟ وقتی دستش بالا کرده و گفته من دروغ نمیگم و فقط حقیقت رو میگم، دروغ گفته. بی‌اعتنایی اتحادیه اروپا به حمایت‌های مجارستان از اسرائیل. و اما زندانی سیاسی و کوچ اجباری، دورنمای شخصی یا داوری غیر اخلاقی. اینو میتونیم روز دوشنبه ساعت 2:30 با آقای دکتر عابدی هستیم از کانادا، فکر کنم ایشون باشه، میتونیم بپرسیم. و اما دعوت گوایدو برای تجمع مسالمت‌آمیز در مقابل پادگان‌های نظامی در ونزوئلا. این آقای گوایدو همون جوانی است که حتی حصر خانگی خانگی براش گذاشتن، ولی پلیسا یا اون مامورای ارتش ولش کردن بیاد بیرون و بره سفارت اسپانیا، ولی باز آمد سخنرانی کرد و یه دختری هم کشته شد دیروز و اینها. حالا دیگه ببینیم چی میشه، ببینیم اونها هم
انقلاب میکنن یا اینکه واقعا میفهمن که یه جوری جمع و جورش کنن، اون حکومت مثلا اصلاح پذیره، ریفورم انجام میدن و الی آخر. این درخواست مال همین دعوت گوایدو، این درخواست در حالی مطرح میشود که رهبر نوظهور مخالفان ونزوئلا پیشتر روز سه‌شنبه و با ورود به یک پایگاه نظامی رفت، اصلا توی پایگاه نظامی میکروفون هم بیل بولنگو هم دادن دستش و صحبت میکرد. و اما پنتاگون نسبت به حضور نظامی چین در قطب شمال هشدار داد. خیلی جالبه، چین میاد قطب شمال، آمریکا میره خلیج فارس، ایران الان دیگه داره میگه خلیج فارس، آمریکایی ها نباید اونجا باشن. درست که حرف بی خودی میزنه، آبهای بین المللی، طبق قوانین بین المللی شما از ایران هم میتونی کشتی بیاری تا اونجایی که نزدیک اینجا، چیزی که از نه پولشو داری نه نفراتشو داری و شما هم اونجا فعلا توش موندی، نفتت هم نمیذارن بره، تنگه هرمز هم. خیلی جالبه اتفاقا یه مقاله راجع به مصاحبه‌ای که آقای ظریف انجام داده بود با آقای کریس والاس، دیدم که مشتبه واحدی یه مقاله نوشته بود، بعد آقای خانساری نوشته بود تنگه هرمز، چیزی که جواد ظریف در موردش صحبت نکرد. متاسفانه نتونستم اون مقاله رو بخونم، سعی میکنم از خود آقای خانساری سوال کنیم، ایشون دیپلمات بوده در دوره شاه و وقتی مینویسه نوشته هاش یه مقداری منطقیه، اینجوری نیست چون برای شاه کار کرده حالا فوش بده به زمین و زمان و اینها. نگاه میکنه میگه شرایط اینجوری بود، این اشتباه رو کردیم، شرایط الان اینجوریه، این اشتباه رو داریم انجام میدیم. نگاهش به نظر من نگاه درستی هست. طوفان فانی به سواحل شرقی هند رسید، یا این طوفان بوده، طوفانی به سواحل، بیش از 1,000,000 نفر تخلیه شدن. یه نفرم اهل کراسی، کرواسیا میگن دیگه، نه، رکورد جهانی هل دادن خودرو را شکست. این از بیکاری ملت، اینقدر ما ماشین هل دادیم تو دوره بنزینای کوپنی، چپ و راست ملت بیچاره بنزینشون تموم میشد تو خیابون، شما با هلش میدادی تا برسه به پمپ بنزین، بره اونجا کوپن داشت یا کوپن بخره بنزین بزن. خب میگه که من همیشه بهشون میگم تا وقتی شاهزاده هست هیچ کس به جز شازده حق گوخوری کردن نداره. ببینید، اون یه روز به این شازده گفتم، گفتم شما شروع کن از طرفدارات بهشون یاد بده چجوری تو محیط با مردم رفتار کنن. این مجاهدا با همه کله پوکیشون و عقب افتادگیشون یک کاری رو مثل باهایا هست که درس اخلاق میدن، یک کاری رو مثل درس اخلاق توی خودشون رایج کرده بودن، بددهنی نمی کردن. البته اونم متاسفانه دیگه الان عوض شد، همه اصلا این چیز که آمد فیسبوک و اینا ریخت همه چیز مردم به هم. تا 7-8 دقیقه دیگه میریم سراغ آقای امیر حسین لادن و درباره اون مقاله‌ای که درباره سپاه پاسداران و نظر ملت درباره شما چیست صحبت میکنیم. میخوام ببینم نظر شما چیه این سپاه پاسداران. خب همه میدونم هر کسی بنیانگذارش بود یه آدم خیلی باهوشی بوده، چون دید که هر لحظه ممکنه اون ارتش کودتا کنه، نمیدونم از چه کشوری به اصطلاح کپی زدن، آمدن یک سپاه پاسداران درست کردن و اون نفرات اولیش حالا هر آدمای بدی بودن و اینها بماند، ولی اینها چنان افراد معمولی رو، معمولا از طبقه پایین، کم درآمد، کم سواد رو جذب کردن و جلب کردن که امروز شما وقتی میگی سپاه پاسداران، اینجا یکی برای من بنویسه سپاه پاسداران چند نفر توش به اصطلاح چیز داره، چی میگن، نفرات داره. دیدید مثلا میگن ارتش آمریکا 3,000,000 نفر داره، نشنال گارد مثلا اینقدر داره، ارتش ایران اون وقتا میگفتن 700,000 نفر،
یه کسی برای من پیدا کنه که این نفرات سپاه پاسداران، اونایی که روی کاغذ هستن، اونایی که حقوق بگیر هستن، چند نفر هستن در ایران. بعد اینو داشته باشیم، اونایی رو که این سپاهی که اینجوری درست شده احتمالاً یه سری رو مخفیانه نگه می‌داره که شما اصلا نفهمی این آقا سپاه پاسدارانه. همین آقای شاپور نمیدونم دمدمی، ایشون ممکنه سپاه پاسدار باشه. یکی از کاراش این باشه که بیاد اینجا به عنوان طرفدار پادشاهی که من و شما وایسیم فوش بدیم به پادشاهی. این خانم نیر بنده خدا میگه آقای سربی خدا شاهد همه اینا حزب اللهیه. میگم شما از کجا میدونی خدا شاهده؟ این خدا شاهده هم مثل این اشهدی هست که مسلمونا میخونن. طرف میگه اشهد ان لا محمد رسول الله. آقا تو چجوری میتونی شهادت بدی که محمد رسول خداست؟ کجا بودی؟ با محمد بودی؟ تو غار بودی؟ چجوری میتونی شهادت بدی؟ بعد یه پله از اینم میره اون ورتر، اشهد ان لا علی ان ولی الله. اصلا خدا آدم صغیر و بیچاره علی ولیشه. ولی همش عادت شده، همش همینجوری. دیروز یه برنامه رو دیدم، امروز صبح یکی میگفت که آقا نگو به امید خدا. میگم خب بگم چی؟ یه چیز بگید. ما یه عمر گفتیم انشالله به امید خدا، حالا یه چیز بگید. من براش نوشتم آقا بگو امیدوارم. آقا خیلی ممنون، هم ساده تره هم دیگه درد سر برامون درست نمیشه. یعنی ما یه جامعه شدیم به حرف زدن هم دیگه گیر میدیم. اینایی که فکر میکنن بچه تهرونن، هیچ شهرستانی رو قبول ندارن، نمیدونن که بدبخت خاک بر سر یا بابات یا بابا بزرگ شهرستانی بوده. برو فیلم تهران انار ندارد و اینا رو نگاه کن، تهرون درختاش هم مال خودش نیست. نمیدونن، نخوندن، ندیدن. بعد 4 تا کم سواد کمدان دور هم جمع میشن، آقا ما آنیم که اینجوری بودیم، ما آنیم که آنجوری بودیم. نه آقا شما نه اینجوری بودی نه آنجوری بودی، یه ملت بدبخت بی سواد تنبلی. همینجوری نشستیم هم میگیم من آنم که رستم بود پهلوان. رستم کجاست؟ وجود نداره. ساعت 2:56 دقیقه است، 4 دقیقه. بله، میگه از تجربه 28 مرداد فهمیدن که کودتا نشه، برای اون سپاه تشکیل دادن. خب شما میتونی آقای زمانیان برای ما بنویسی افراد سپاه در ایران چند نفرن؟ تا من که میخوام با آقای لادن صحبت کنم در باره نوشته ایشون بگم که آقا این سپاه اینجوری نیست که شما بگی نمیدونم محسن رضایی فلان، الان نمیدونم سرانشون کیه، این مش قاسمی کیه، صد قاسمیه کیه، اینا برن تموم شد. بچه 19 سالشه، از کار کشاورزی ما داشتم. آقای جمالی انباردار رشته تراشکاری هنرستان بود، گفت که باید برم برای بابام کار کنم. گفتیم برای چی؟ گفت آقا داداشمون کار میکرده، داداشم گفته من چرا وایسم اینجا بیل بزنم، میرم تو جهاد، نمیدونم میرم تو بسیج، میرم فلان، تفنگ میگیرم دستم. خب تفنگ میگیره دستش، به مردم زور میگه، درآمدم ممکنه داشته باشه، چرا دیگه بیاد بیل بزنه؟ حالا ببینید اینا چند نفره. بعد وقتی هم که یه بچه 19 ساله میپره میره تو بسیج، میره تو جهاد، میره تو سپاه، این که دیگه مثل اون مهندسه نیست که حالا فکر خونه باشه، فکر کار باشه، ای من حقوق دارم، اگه زن بگیرم حالا حقوقه چند میخواد بشه، فوری میره ازدواج میکنه. ازدواج که میکنه چیکار میکنه؟ فوری چند تا بچه درست میکنه. پس شدن چی؟ هر یک نفر اینا که 19 سال 20 سالش بود 4-5 تا بچه. الان 40 سال گذشته، هر نسلی 25 ساله. شما حساب کن 2 نسل از اونا گذشته، بنویس این 4 تا بچه حالا چند تا شدن، چند تا شدن، چند تا شدن. شجر نامه بلدیم دیگه با درخت. ببین شما الان یه نفر که اول انقلاب رفته تو سپاه، الان چند تا خانواده این از حقوق هم که شده میرن نماز جمعه. شما با اینا میخواین چیکار کن؟ و دوستان وقتی میان مینویسن که ملت ایران چه، میگم آقا اگه ملت ایرانو میگی، ملت ایران همشون این کرخر شاپور دومی نیست در تهرون، فکر نمیکنم تهرونی هم باشه، حالا تهرونی بودن چه انیه که نباشی باشه.
اونا هم هستن، اگه پیدا کنم این خانمه رو به شما نشون میدم، بنده خدا توی جاییه. این هنوز فکر میکنه شاه اونجاست. 40 سال گذشته هیچ کی به این نگفته آقا سیستم عوض شده. اونا هم هستن، تو دهات هستن، تو چیز هستن، اونا هم بلدن. اینا رو پول دادن، حقوق دادن، برای خودشون نگه داشتن. نمیاد یه تیمساری رو نگه داره که مای مثلا 10 میلیون باید بهش بده. یه کسی رو تو ده نگه میداره به جای مای 4 میلیون، مای 1 میلیون که بهش میده، اون خونه باباش داره زندگی میکنه، کنار مزرعه باباش یه کلبه ای ساخته، اونو برای خودش نگه داشته. بریم آقای امیر حسین لادن، این صدا رو من ببندم، ایشون که تشریف آوردن، میایم اون مقاله رو میاریم. بسیار عالی، مثل همیشه شاد و شادان. خب دوستان عزیز، شما اگر توی فیسبوک اسم آقای امیر حسین لادن رو بنویسید به صورت امیر H لادن، من در طی برنامه هم بهتون نشون میدم، میتونید با صفحه فیسبوک ایشون، یا اگر اندیشکده رو بنویسید میتونید با صفحه اندیشکده که ایشون و دوستانشون به قول خودشون همگامان و همراهانشون هستن آشنا بشید. خب دوستان عزیز، سلام میکنم به آقای امیر حسین لادن، بهشون خوش آمد میگم و تشکر میکنم که با ما هستن. یکی دو هفته پیش ایشون مقاله ای نوشته بودن که در نشریه اینترنتی گویا هم به چاپ رسید، روی فیسبوک گذاشتیم، روی توییتر گذاشتیم، روی بالاترین گذاشتیم و منتظر بودیم اولین فرصتی که ایشون لطف کنن و با ما باشن ازشون بخوایم که درباره این مقاله برای ما صحبت کنن. شما هم اگر نظراتی دارید میتونید در برنامه شرکت کنید. خود منم چند تا سوال دارم که از ایشون میپرسم. آقا خیلی خوش آمدید، بفرمایید. این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم در جهان، بفرمایید. سپاسگزارم. درود بر شما جناب صبحی، بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم و هم میهنان. همونطور که اشاره کردین، فرمانده سپاه بیاناتی کرد که من مجبور شدم پاسخ بدم. ایشون گفت که کسانی که با حضور شبه نظامیان عراقی در ایران مشکل دارند نادان و وابسته به بیگانه هستند. و در ضمن غیر از اینکه من خواستم به ایشون پاسخ بدم، یک خواستم خطاب کنم به فرمانده های سپاه که زمان فرا رسیده که تکلیف خودشون رو مشخص کنن، آیا پاسدار حکومتگران هستن یا با مردم. بخشی از این رو با هم مرور میکنیم و بعد آمادم که پرسش پاسخ داشته باشیم. آنهایی که ملت را ناآگاه و وابسته به بیگانه میدانند نادان و دشمن ایران و ایرانی هستند. اگر نادان نبودید، در پشتیبانی از حکومت دروغگو، فاسد و چپاولگری که حقوق هممیهنان من را به طور روزمره پایمال می کند دفاع نمی کرد. اگر ناآگاه نبودی، حضور شبه نظامیان بیگانه در میهن من مانند بقیه ایرانیان برایتان قابل قبول و تحمل نبود. اینکه تصور می کنید از حضور آمریکایی و اروپایی باید ترسید ولی حضور عراقی ها اشکالی ندارد، هم نشانه وابستگیتان به بیگانه و نشانه نادانی و بیوطنیتان می‌باشد. شما جز مفخوری و هارتوپورت کاری از دستتان ساخته نیست. اکنون به جای کمک به آسیب دیدگان، شبه نظامیان آدمکش را می‌آورید که صدای اعتراض ملت را خاموش کنند. شما ایران نیستید، وگرنه چگونه می توانید از رژیمی دفاع کنید که زندگی آنچنانی سلطنتی و یزیدی دارد، در حالی که یک خانواده کارگر یا معلم یا کارمند حتی نمی تونه 3 وعده خوراک بذاره سر سفره خانوادهش یا 2 تا اتاق داشته باشه که جلو زن و بچهش شرمسار نباشه.
می‌دونیم که ایران یک کشور جزء کشورهای ثروتمند دنیاست. پس چرا ملت ایران تغییر و درمانده است؟ پاسخ در حکومتیه که با دروغ و تقیه و عوام فریبی سوار کار شد. آیا وظیفه سپاه پاسداران پاسداری از دزدی و چپاولگری است؟ پاسداری از کلاهبرداری و پایمال کردن حقوق میلیون ها ایرانی است؟ پاسداری از ملاخود کردن پسنداز بیوه زنان و بازنشستگی سالخوردگان میهنمون است؟ چنانچه شما دشمن نبودید، نمی توانستید طی 14 دهه گذشته اعتراضات به حق هممیهنان من را با سرکوب و شکنده و تجاوز و کشتار پاسخ بدید. واژه پاسداران انقلاب یک دروغ بزرگ است، برای اینکه شما پاسدار انقلاب نیستید. پاسدار یک مشت دزد فاسد و چپاولگر است. پاسدار کلاهبردارانی هستید که حق هممیهنانتون رو پایمال میکنن. آیا شما در حضور همسر و فرزندانتون، دوستان و فامیل و اطرافیانتون شرمسار نیستید، خجالت نمیکشید که مدافع حق خوری و اجحاف یک مشت دزد بیوطن هستید؟ شما پاسداران حق نیستید، پاسداران باطلید. ولی نگران نباشید، برعکس تصورتان، برای از حلق آویزان کردنتان تیرهای چراغ برق نامگذاری نشده و چوبه های دار برپا نگردیده، زیرا ملت ایران آنقدر بزرگوار با گذشت و بخشنده است که حاضر است آنهایی در بین شما که از اعمال گذشته پشیمانند، از مردم طلب پوزش می کنند و به ملت می پیوندند را با آغوش باز بپذیرند. خطاب به فرماندهان سپاه: رژیم در حال فروپاشی است. باید تکلیف خودتان را مشخص کنید. پاسدار حکومت هستید یا همراه ملت؟ چنانچه پاسدار حکومت هستید، باید بدانید که تا اعماق جهنم دنبالتان خواهیم کرد. نه تنها آنچه دزدیده اید از حلقومتان بیرون میکشیم، بلکه تهدید نداشته باشید که شما و همراهانتان به سزای اعمالتان خواهید رسید. ولی چنانچه همراه ملت هستید، گام نخست یاری رسانی به آسیب دیدگان سیل میباشد. باید با تمام نیرو، با در دست داشتن تجهیزات و امکانات لازم، به طور کامل و گسترده به هممیهنان مصیبت دیده تان یاری برسانید. سپس برای جبران خسارات و دوباره سازی مناطق نشان بدهید که هم توانایی یاری رسانی دارید و هم با ملت همراه هستید. جمسوی، در اینجا بخش اعظمی که درباره سپاه پاسداران بود تموم شد. یه بخش کوچیکی از خطاب به یا پیام به ارتش. دوست دارین درباره سپاه گفتگویی داشته باشیم و بعد بریم در مورد ارتش؟ بله. من از بیننده هم سوال کردم که آیا کسی میدونه که نفرات سپاه یا حتی اون مکمل سپاه، بسیج و چون جهاد سازندگی مثل که کلا اصلا فرق میکنه، نمیدونم، فکر کنم الان هم یه مقداری کمتر فعالیت میکنه، چند نفر هستن که واقعا استخدام هستن، یا یه آمار بهتری که چند نفر خانواده اینها هستن؟ بعد شما یه جایی تو همین مقاله میگید که مردم ایران انقدر خوبند که ما برای از حلق آویزون کردن شما تیرای چراغ برق رو حاضر نکردیم. بعد میگید که ما تا اعماق جهنم هم دنبالتون میایم، تردید نداشته باشید که به سزای اعمالتون میرسونیم. میدونم که میگید اگر روشتون رو عوض نکنید اینجوریه، ولی صحبت من اینه که میدونید اگر مثلا خمینی و همکارانش، هم برنامه‌ایاش اومده بودن یه همچین چیزایی گفته بودن، با وجودی که تو فکرشون
این بود که میخواستن بیان بزنن قلقم کنن و کردن از همون روز اول مدرسه پشتبان مدرسه علوی و اینها. ولی من یادمه ما که تو ارتش بودیم اینا انقدر میگفت که دیگه تموم شد اون یوم ملهمه، الیوم یوم المرحمه، و بعد مرحمهش دیدن. من میگم اونا اینجوری آمدن، حالا حتی اگه کلک بود، ولی شماها درسته که میخواین شفاف باشه. اولا میگید که مردم، آخه الان یه سری از این مردم آقای لادن خانواده این پاسدارا هستن، و همه مردم این چیزا نیستن، به اصطلاح سران پاسدارا و اینها، اونا یه تعداد کمیش هستن، ولی اینا هستن که خانواده های زیاد دارن، چون هم کم سواد هستن، هم جایی هستن که به اصطلاح هیچ کنترلی نیست. تازه تشویق هم شدن توسط احمدی نژاد و دیگران که 1,000,000 بابت هر بچه میدیم و اینها. اینا رو کسی حساب و کتاب کرده که اینا رو نترسونه، باشون یه جور صحبت نکنی که اینا تا تیر آخر شلیک کنن، بعدم از اسلحه به عنوان چماق استفاده کنن. من اینو که خوندم یه کمی حقیقتش یاد اون تلویزیونای لس آنجلسی افتادم. به شما هم گفتم، امیدوارم که از به اصطلاح انتقاد من ناراحت نشید، و شما گفتید که نه، انتقادا میشه به اصطلاح آدم در جهت سازندگی اش استفاده کنه. شما پاسختون در این باره چی هست که آیا ما آمار ارقامی داریم، اصلا شناختی از افراد داریم با این افرادی که ما توی فیسبوک و این برانور برخورد میکنیم، و آخوندها این همه وسیله دستشونه، اونا رو نمیترسونن که آقا نگاه کن بیا این برخوردشون اونجا تو کشورهای آزاد و دموکراسی با هم اینجوریه، بیان اینجا شماها رو تیک تیک میخوان بکنن. اینو چجوری پیش بینی میکنید شما و دوستانتون در این اندیشکده ها؟ همون تینک تانک های آمریکایی میشه دیگه به معنی، نه؟ همینطور. بله بفرمایید. پرسش شما چند بعد متفاوت داشت، هم این برای نگاه میکردن همون بر و هم هر دو رو، و پاسخ دادن بهش خیلی خیلی مشکله، نمیدونم به کدوم بخشش. ولی چیزی که من توش میتونم بکشم بیرون راجب اون آمارایی که صحبتی کردیم، خب طبق آمار خود جمهوری اسلامی سپاه پاسداران 300,000 نفره. تو اگر حالا بیایم بذاریم بر اساس این که اینا خیلی خانواده های بزرگی دارن، تعداد بچه ها زیاده، بگیم هر کدومشون رو ضرب در 10 بکنیم میشه این 3,000,000 نفر. حالا بیاین بسیج و ملاها و خانواده هاشون رو بذاریم، همه روی هم رفته، حتی 10% جمعیت کشور که 88,000,000 نفره نمیشه. پس برابر این 90% وجود دارن که اون برای داستان. و اما راجع به این که من هم دارم به قول امریکایی ها حبیج و هم چماق و هر دوش رو نشون میدم، اینا به خطاب به اشخاص متفاوته. اونی که میگیم ما شما را تا اعماق جهنم دنبال میکنیم، راجب جنایتکارا و دزدا و کسانی که به مملکتشون خیانت کردن، اونها باید برن در دادگاه‌های مردمی و پاسخگو باشن و بعد به الان اعمال خودشون به سزای اعمال خودشون برسن. و اون بخش پول، میخوام ملت اینو خیلی جدی بگیرن، باور کنین که اگر 10 سال طول بکشه بعد از اینکه حکومت مردمی جایگزین بشه، ما باید تا دینار آخر از حلقوم اینا بکشیم بیرون. و یک تجربه تاریخی وجود داره، همون کاری که یهودیا با فاشیستا و نازیا کردن و تونستن یه مقدار زیادی اون خسارات رو جبران کنن از نظر مالی، ما اینا رو از اون نظر آزاد نمیذاریم. و اما وقتی میگیم که ملت ایران بزرگوار و بخشنده هستن، برای اینکه ما نمیخوایم 10% ملت ایران، حالا فرض کنیم این 3,000,000 آدم رو بریزیم تو زندان یا بکشیم، ما اصلا همچنین قصدی نده. اونهایی که دستشون به خون آلوده است و دزدی و فساد کردن باید برن تو دادگاه، بقیه جزء ملت ایران هم باید تکلیف خودشون رو مشخص کنن. هدف این اینه که هم نشون بدیم که نمیذاریم شما از این مرحله در برید، و همین که کسانی که میخوان با ملت باشن
راه براشون بازه. بله بسیار ممنون. اون 10% که شما میگید یادتون باشه 10% مسلح. و اینجا چند مدت پیش نمیدونم شما تو خبرها شنیدید یا نه، یک خانم پلیسی بعد از اینکه 13 ساعت سر کار بود آمده بود و آسانسوری که میزنه به جای طبقه 3 میره طبقه 4، میره فکر میکنه رفته تو آپارتمان خودش و رفته تو خونه یه نفر دیگه، ولی چون ترسیده و فکر کرده اون آمده تو خونهش اسلحه رو کشیده و اون جوان 26 ساله رو کشته. من اسلحه دستم بوده، من سرباز زیر دستم خدمت کرده و میدونم که اگر اینها با ترس و وحشت باشن اینها خطرناکتر از موقعی میشه که شما حتی بهش فرمان آتش میدی برو جنگ، چون اون موقع از ترس میکشه. هیچ کس، همین شما الان صحبت میکنید به اینا کسی میگه که خیلی قشنگ گفتید شما ما میایم همه رو نمیخوام بندازیم زندان، که اینا خیلی هاشون به خاطر کار رفتن، خیلی هاشون واقعا رفتن از مملکت دفاع کنن و دفاع کردن. این که امروز ما یه متر مربع از ایرانو از دست ندادیم به اصطلاح به خاطر من که بلند شدم آمریکا نبوده، که به خاطر اونا بوده که اونجا وایستادن. هیچ کس به اینا نمیگه که ما اگه آمدیم چه برنامه‌ای برای شما داریم، هیچ کس به اینا توضیح نمیده. اینا رو حالا شما خیلی خوبه، شما باز اون یه قسمتش نوشتید که ما تیر چراغ برق رو حاضر نکردیم و اینها، ولی شما یه دور بزنید تو این تلویزیونای لس آنجلسی همشون اصلا فکر کنم یه کارخونه مثلا تیر اعدام سازی میخوان را بندازن. اون من بفرم، من پاسخی تلویزیون چیز نیستم لس آنجلس. در ضمن راجع به اسلحه که گفتین، خیلی ساده نگاه کنین به الجزیره، نگاه کنین به سودان، ملت با دست خالی همه چی رو تونستن دگرگون کنن. اینی که ارتش اسلحه داره مگر اینکه فرسون پاسدارا فقط و فقط بخوان بایستن آدم کشی کنن، اونم در یه حدی میشه این کار کرد، بعد مردم با دست خالی کمر رو نابود میکنن. نه اینطوری نیست، من اونطوری نمیبینم که در مقابل همدیگه اسلحه بکشن. من فکر نمی کنم اینقدر ها احمق باشن و میبینن در زمانی که چون با دشمن طرف نیستن، با خانواده های خودشون طرفن، با فک و فامیل خودشون طرفن، با همیهنان خودشون طرفن. من مسئله رو اینطوری میبینم که در انتها ملت بی تردید پیروز میشه، هیچ شکی هم وجود نداره. خیلی ممنون. قبل از اینکه بریم سراغ اون قسمت که در رابطه با ارتش هست، اجازه بدید که آقای نیساری لطف کردن یک کامنتی نوشتن، من اینو براتون بخونم. خانم تننازی هم یه چیز نوشتن، این دوتا رو میخونم. آقای نیساری نوشتن که با درود بر همیانان گرامی فریخته، شک نکنید که طرفداران و اجیران رژیم تا گلوله آخر نیز شلیک خواهند کرد، اما از نظر نباید دور داشت که 80 میلیون ایرانی در برابر 1 میلیون خواهند ایستاد. مبارزه باید از سطح پایین آغاز و به موقع خود از جهشی برخوردار خواهد شد که بتواند با این دژخیمان در بیفتد. ما زمان تعیین نمی کنیم، اما مبارزه آغاز شده و پایانش را مرگ استبداد تعیین می کند. شنیدیم که در بعضی از شهرهای ایران تظاهراتی هست و اینا، و من تعجب میکنم که هیچ کدام از اینایی که از به اصطلاح بیرون حتی خودشون رو رهبر میدونن، نشست های انجام میشه و اینا، هیچ کدومشون نگفتیم مثلا من حاضرم بیام ایران و به اصطلاح مردم یک دیدید الان همین توی ونزوئلا این آقای بلند شده رفته تو پادگان ارتش که هر لحظه ممکنه مثلا یه ارتشی یه دفعه عصبانی بشه یه تیری بزنه بهش و بگه این مملکت رو به شورش کشوندی و اینجوری بذار نجات بدم، ولی میرن ریسک میکنه. خانم تننازی میخواین در رابطه با آقای نیساری چیزی بگید یا اونم بخونم، هر دو رو بگید؟ خانم تننازی نوشتن آیا ایرانیان همبستگی های یهودی ها را خواهند داشت که با همکاری موفق شوند در رابطه با پس گرفتن و پیگیری و اینها؟ من اتفاقا خوب شد که خانم تننازی گفت، میخواستم به طعنه بگم آیا همون جوری که دنبال شاه
و اطرافیانش و پولها و ثروتهاشون رفت ملت، این بار هم میرن. چون که اکنون ایرانیان چندان هم بستگی ندارن، برخی به دیگران کلک میزنن و دروغ هم میگوین. نظرتون در این مورد چیه؟ بفرم. حتما. ببین، در مورد گفتار جناب نیساری، من اصلا بر این باور نیستم که ارتش و پاسداران و بسیج و اینا بخوان با مردم بجنگن. من انتها رو در این میبینم که اعتراضات خشونت پرهیز مردم محقق میشه و نظام از بین میره و جایگزینیش، اگر ما ملت آگاهانه حرکت کنیم، برای اولین بار در میهنمون جایگزینیش حکومت مردم سالاره. در رابطه با گفتار خانم طنازی، مطرح نیستش که متن جامعه با هم هست یا نیست، دروغ میگه یا نمیگه. اگر شما خاطرتون باشه، من توی برنامه های شما اینو گفتم که ما نیاز به 88 میلیون آگاه که با هم هستن نداریم، ولی 800 نفر، 8000 نفر، 80000 نفر، ما یک عده از ایرانیایی که رسیدن به اون درجه تکامل، همون کافیه که بتونن همه چیز رو در چارچوب خرد و برنامه به حرکت بیارن و برنامه ها رو پیاده کنن. من بهتون قول میدم شک نکنیم که ایران نجات پیدا میکنه، ولی بستگی داره به آگاهی و حرکت ما ایرانیان. بسیار ممنونم. در قسمت دوم درباره ارتش و اینها من با شما کاملا موافق هستم. من ساکت میشم که شما اون قسمت رو هم برای دوستانی که احتمالاً تا کنون این مقاله رو نخوندن توضیح بدید، ضمن این که من این مقاله رو نشون دادم، هم در خبرنامه گویا هست، هم روی فیسبوک مردم تیوی، هم روی بالاترین و توییتر. بفرمایید. سپاس گذارم. این بخش بود پیام به ارتش. برادران ارتشی، خوشبختانه دستهای شما به خون هممیهنان آلوده نیست. وحشت حکومت اسلامی از کودتا از آغاز ارتش را کنار گود و محدود نگه داشت. از این رو ارتش موظف پاسداری از مرزها و تمامیت ارضی کشور شد، برعکس سپاه که وظیفه‌اش پاسداری از نظام گردید. شما ارتشیان از احترام ویژه و پایگاه مردمی برخوردار هستید. پیام ملت ایران به ارتش این است که اطفال نشوید، گول دستبندی های جدید نظام را نخورید و خودتان را آلوده نسازید. به ویژه که اکنون نظام در حال فروپاشی است، برای نخستین بار در میهن ما شما ارتشیان این شانس را دارید که یک ارتش ملی باشید. ارتش میتواند و باید با وظایف مشخص و مسئولیت شفاف کاملا مستقل و ملی باشد، نه ارتش شخصی مانند زمان پهلوی و نه ارتش فرقه‌ای مانند رژیم اسلامی. امروز چشمهای هممیهنانمان به بازوهای توانمند و باور حق طلب شماست. وظیفه سربازی حکم می کند که نگذارید ایران متلاشی شود. وجدان ایرانیتان ندا می دهد که اجازه ندهید گمراهان و مزدوران بیگانه در میهنمان رخنه کرده آن را تیکه تیکه نمایند و خدای نکرده بار دیگر یک حکومت وابسته با ظاهر ایرانی بر همه من سوار کنند. ایرانمان فرزندان شریف و شجاع خود نیاز دارد. ملت ایران با شماست. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. دوستان عزیز، این برنامه ها میدونید تا وقتی که فیسبوک اجازه بده بر نداره روی فیسبوک باقی مونه، به صورت بایگانی میتونید در هر ساعتی از شبان روز تماشا کنید و تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب هم قرار میگیره. آقای لادن با دوستان همکاران زحمت میکشن، از طریق اندیشکده .net هم این رو به اصطلاح برای دوستان پخش میکنن و اگر شما صحبتی دارید، نظری دارید، میتونید تماس بگیرید تا نظرات رو به اصطلاح شیر کنیم و اگر هم سوالی دارید آقای لادن اون سوال رو
پاسخ بدن. ممنونم از شما آقای لادن. از این اوضاع و احوال دنیا به قول معروف چی میخواین برای ما بگید؟ و جدیدن یه چند تا جلسه بوده که ایرانیان جمع شدن، مخصوصا در کالیفرنیا، به اصطلاح این آقایی که الان اسمش یادم نیست ولی آمده بود دم سفارتخانه ایران، هم اونجا هم سفارتخانه قدیمی زمان شاه صحبت کرده بود و به اصطلاح چنین بوش میاد که اینها میخوان برن و کاری انجام بدن. نظرتون در مورد اینها چی هست که این گروه هایی که همین 40 سال اینجا این وعده و وعید رو به ایرانی ها دادن و من که شخصا فکر میکنم هیچ کدومشون حاضر نیستن ایران برگردن، ولی این زد و بندایی که میکنن، اون معاملات چلبی به کجا میرسه به نظر شما؟ ببینین، فکر کنن الان با شبکه های اجتماعی، با آگاهی که یک بخش عظیمی از همیهنانمون پیدا کردن، دیگه نمیشه گنجشک رو رنگ کرد به جای قناری فروخت. دیگه این مسئله فرشگرد و کنفرانس ورشو و ققنوس، این ترفندهایی که میزنن همش زاییده سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل و عربستان و آمریکاست. دیگه رو شده الان دیگه 1322 نیستش که MI6 و اینتلیجنس سرویس انگلیس و CIA آمریکا بخواد بیاد سر ملت ایران شیره بماله و شعبون دماغ و آیت الله کاشانی رو با میلیون ها دلار پول برید بفرستن توی باشگاه ها و زورخونه ها ملت رو اجیر کنن. این دوره دیگه گذشت. من فکر کنم ملت خیلی باهوشتر و آگاهتر از اونن، ولی نباید پول خورد، نباید اخراج شد. ایران با معجزه و شبانه نجات پیدا نمی کنه. ایران باید با دست ایرانی ها بدون دخالت بیگانه موفق بشه. الان دو تا سمپل، دو تا نمونه زنده وجود داره. نگاه کنیم به الجزیره و نگاه کنیم به سودان. بدون هیچ کشت و کشتاری، بدون خونریزی، ولی مردمی که میدونستن چی میخوان اومدن بیرون، وایسادن تا همه چی که دوست داشتن بهش رسیدن. حالا هنوزم اتفاقا دیروز یک دونه مصاحبه میکردن توی خیابون با مردم توی سودان و خیلی جالب بود، برای اینکه اکثریت مردم میگفتن درسته که ما موفق شدیم دولت رو عوض کنیم، ولی انقلاب تموم نشده، ما باید همینطور هوشیار باشیم و ادامه بدیم تا یک حکومت مردمی غیر نظامی در میهنمون برقرار بشه. ما نیاز به این نوع اندیشه داریم. بسیار ممنونم. آقای علی نوشتن که سپاه 20 سال است که خارج از ایران امروزی می جنگه. متوجه نمیشم ایران امروزی یعنی چی. 20 ساله که خارج از ایران می جنگه که دشمنان وارد ایران نشوند و ارتش هم کنار سپاه. البته این هم که دشمنان داخل ایران نشوند، این دسیسه آخونداست که اینو میگن برای ایرانی ها که ما میریم اونجا می جنگیم، درست مثل حربه‌ای که آمریکا اینجا استفاده میکنه، ما میریم افغانستان رو میزنیم نابود میکنیم که یکیشون نیاد اینجا، ولی میبینیم طرف احتیاج نداره، میره ماشین کرایه میکنه میزنه به 200 نفر. در هر صورت بذار من از اول بخونم، ببخشید. سپاه 20 سال خارج از ایران امروزی میجنگه که دشمنان وارد ایران نشوند و ارتش هم کنار سپاه در مرز هاست، هر دو برای قدرت ایران لازم است و کودتا باید با هر دو باشد. شما صحبت از کودتا کردید آقای لادن؟ نه، ولی گفتار ایشون، نمیگم آره ایشون شخصا این کار است، ولی گفتار ایشون حرفای رژیمه و من اصلا با این مسائل همراه نیستم. من ارتش رو در کنار سپاه قرار نمیدم. درسته که الان طی این 20 سالی که ایشون گفتن از حکومت در جاهای متفاوت ارتش
اشخاصی رو دارن که تونستن اینا رو مهار کنن، ولی فرقی نمی کنه. همونطور میمونه که وقتی شما در مورد ارتش فردی صحبت میکنین، وقتی رضا شاه رفت ارتش متلاشی شد، وقتی محمد رضا شاه رفت ارتش متلاشی شد، نه همونطوره. وقتی این رژیم بره سپاه و بسیجی هم وجود نخواهد داشت، ولی ارتش باید ارتش ملی باشه، ارتش نباید شخصی و فرقه‌ای باشه. مثل نگاه کنین به ترکیه، زمانی که رضا خان در ایران شد رضا شاه، همون زمان آتاتورک شد رئیس جمهور ترکیه و وظیفه ارتش بود نگهداری از مرزها، تمامیت ارضی، استقلال و نگهبانی از قانون اساسی. خب ما اگر فرض کنیم زمان رضا خان به رضا شاه چنین شعوری وجود داشت، که البته اگرم وجود داشت اجازه نمیدادن، برای که ایشون عامل و نوکر انگلیس بود و قرار بود که خواسته های انگلیس رو در ایران پیاده کنه، ولی آتاتورک تونست در میهنش این کار رو بکنه و طی اون چند سال 3 یا 4 بار ارتش کودتا کرد، حکومت رو که داشت قانون اساسی رو زیر پا میزد برانداخت، تا یه چند ماهی سر کار موند تا یه حکومت غیر نظامی دیگه جا گرفت. و ما نیاز به چنین ارتشی داریم، ارتشی که نه تنها دنبال استقلال و تمامیت ارضیه، ولی در ضمن نگهبان اون قانون اساسی مردمیه که در آینده ایران وجود خواهد داشت. بسیار ممنونم. اگر باز هم صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه امیدوار باشیم در هفته های آینده هم باز با شما باشیم. نظر شما درباره دیدار یا گفتگوی آقای ظریف، هفته گذشته آمده بود نیویورک و مصاحبه هم با آقای کریس والاس داشت و بعدش هم آقای جان بولتون آمد صحبت کرد و اینا، نظرتون درباره اون چی بود؟ چون به نظر می رسید که این بار دیگه خیلی از قدیم هم سافت‌تر، به قول چی میگفتن این نرمشه، یه چیز میگن اینا مبارزه نرم، اصلا چیز خنده داره، نمیدونم، مثل که دیگه واقعا این دفعه اجازه هم از خامنه ای داشتون، گفت حرفایی که من میزنم به اصطلاح مثل دفعه قبل نیست و اجازه دارم. شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید گفتگوی بین آمریکا و ایران انجام میشه یا نه؟ چون مقاله هم خوندم نوشتن که با وجودی که این هر دوشون دنبال این هستن که حرفشون رو به کرسی بنشونن، ولی ترس از این که هم ترامپ ترس داره که با ایران جنگ نکنه، هم خامنه‌ای 80 سالشه ترس داره که با آمریکا جنگ نکنه، چون شروع جنگ این بار ممکنه مثل دفعه قبل نباشه که مردم رو بتونن با خودشون همراه کنن، بلکه ممکنه به سرنگونی انجامه. نظرتون کلا درباره سفر ظریف، مصاحبهش و شرایط فعلی چی؟ حتما بخش نخست گفتگو این بود که ایشون اومده اینجا و داره در مورد تعویض مبادله زندانی ها صحبت میکنه، ولی در حقیقت همونجوری که شما اشاره کردیم این یه حرکت نرمه برای این که ببینه میشه مسائل رو از یه در دیگه وارد شد. فراموش نکنیم که آقای خامنه ای هم دوگانه صحبت میکنه یا دورویی داره، یه دورنگی وجود داره، یه چیزایی هست برای مصرف داخلی میگه، ما باید ملت ایران باید آماده رزم بشه، شکل جنگی بگیره، و ارتش میگه ما رسیدیم به شب قبل از یورش، باید آماده باشه. اینا برای مصرف داخلی، ولی از اون طرف این آقا رو فرستادن که ببینن چه جوری میتونن از در گفته بخاره. این بازن دو طرف داره، شما هم اشاره کردید. آمریکا خیلی آسون با به کار بردن عربستان و اسرائیل میتونن به ایران لطمه‌های بسیار بسیار شدید بزنن، میتونن ایران رو ویران کنن، ما رو 50 سال عقب بندازن، ولی برنده نمیشن. برای سالها توی گل، مثل چی بود میگودن، خره که خره وامونده یا یه چیز تو گل مونده،
خر لنگ، بله میگفتن خر لنگ به گل مونده. بله، اینه که موفقیت آمیز براشون نخواهد. تریلیون ها دلار مخارج خواهد داشت. من یکی آمریکا چنین توانایی رو نداره، یکی هم این که خب برای ما اصلا یه چیز نادرست و ناجوریه و ایرانیایی که دنبال جنگ هستن بدون برو برگرد نادان و گمراه و خدای نکرده مزدور است. اگر نه هیچ کس نباید دنبال این باشه که کوچکترین لطمه ای به ایران بخوره. دشمنی ما و این تضاد ما با رژیم فقاهتیه، نه با ایران. من دوست ندارم یک قطره خون ایرانی تلف بشه و یک تومن از پول ایران به هدر بره. ما نیاز داریم برای آینده کشورمون که بتونیم بسازیم. بسیار ممنونم. آقای نصاری نوشتن که گذار از گفتار به عمل در درون ایران مهم است. هر صدایی را رژیم خفه می کند، سازماندهی ها را منحل کرده و رهبران را زندانی و شکنجه می کند. حرکت باید تئوری را به عمل بکشد، وگرنه 40 سال دیگر گفتگو به نتیجه نخواهد رسید. موضوع جالبیه. به قول دوستمون تمام این چیزایی که شما میگید دیگران میگن این به صورت یه تئوری هست. این تئوری رو تبدیل کردن به عمل یه برنامه خاصی میخواد. اونو کی میتونه به اصطلاح انجام بده یا چه برنامه‌ای برای به انجام رسوندن این هست؟ البته ما همین کاری که ایشون دارن اشاره میکنن در حال انجامه و داریم انجام میدیم و مدتی داریم این کار میکنیم. و فراموش نکنیم که عمل در داخل ولی برنامه ریزی، به خاطری که اینجا امکانات بیشتره، آزادی بیشتره، برنامه ریزی در اینجاست و در یک مقطعی از زمان این دوتا به همدیگه میرسه و اونایی هم که اینجا هستن و مسئولیت دارن اونا هم در میرن در داخل کشور و کمک میکنن. یعنی فقط سر گود نباید اینه که هم برنامه و راهکار وجود داره و هم عمل در داخل و این دوتا بیشک به همدیگه میرسه. بسیار ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی ممنون که با ما بودید. باز هم اگر صحبتی هست در خدمت هستیم، اگر نه امیدوار باشیم که ببینیمتون، بیشتر ببینیمتون و آخر هفته خوبی داشته باشیم. سپاسگزارم. همینطور شما و بینندگان و شنوندگانتون. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. اندیشکده.net آدرسشو نوشتم. نوشته ایشون، مقاله ایشون رو در به اصطلاح گویا بهتون نشون دادم و با اسم ایشون چه فارسی چه انگلیسی که تایپ کنید مقالات و ویدیوهای مختلفی میبینید که میتونید بخونید، باشون در تماس باشید و آدم ریسپانسیوی هم هستن، یعنی پاسخگو هستن، تماس میگیرن، جواب میدن و این هم از این ماجرا. اجازه بدید که من این تاریخ و تلفن اینها رو درست کنم، برگردم و روز یک شنبه 5 ماه می برنامه ای هست که بهتون بارها گفتم 5 ماه می رو توی آمریکا میگن سینکو ده میو. سینکو یعنی 5 به اسپانیش، میو هم ماه می رو میگن میو، میشه 5 ماه می و اینجا میگن روز استقلال مکزیک. خود مکزیکی ها میگن نه خیر، همچین چیزی نیست، این یه روز تجاری است. این دوستان فکر کردن که فرصت خوبی هست که این روز رو به اصطلاح دور هم جمع بشیم. شنیدید، میگیم هم فال هم تماشا. من روز نوشتم که با یک سنگ 2 پرنده یا 2 گنجشک بزنید یا با یک تیر 2 هدف بزنید. دوستان هم نوشتن که نه، این ضرب المثل اینجوری درسته اونجوری درسته، اونا مهم نیست، مهم اینه که این برنامه اینجاست. اجازه بدید من پلیر 5 رو برای شما روشن کنم. بله این هست و اگر نوشتش قابل خوندن نیست پلیر 3. خلاصه مطلب اینه که یک برنامه‌ای در منطقه فیرفکس ویرجینیا از ساعت 2 بعد از ظهر روز یک شنبه تا ساعت 6 بعد از ظهر هست
بذارید ببینم اگه اینجوری بازش کنم شاید بهتر دیده بشه. پنجم ماه می، بله این هم اینجا فکر کنم این بهتر دیده میشه، چون بعضی وقتا این عکسارو که ما میذاریم بستگی به نوشتش و اینها درست خونده نمیشه. بله اینجاست. نفری 40 دلار میدید، میاید اونجا، این پولها خب مخارج کمی یا هزینه کمی بابت برگزاری این داره، باقیش رو شما الان میتونید به جای 40 دلار 40,000 دلار بدید، باقیش رو اینها میرسونن به مصارفی که اینجا نوشته شده Center for Improving Women's Lives، یعنی مرکز بهسازی زندگی زنان. و چند تا پروگرام دیگه یا چند تا بنیاد دیگه اونجا هم هستن که اینها کارشون شلتر یا سرپناه برای خانوم ها، برای بچه هایی که توی خونه شون به اصطلاح دعوا و اینها هست، شوهره یا خانمه مثلا یکشون معتادن، بالاخره جای مناسبی برای زندگی نیست، اونها احتیاج دارن به کمک من و شما. بعضی وقتا حتی شما اگه پتو، وسیله، منزل چیزی داشته باشید میتونید ببرید به اینها بدید، کلن درگیر باشین، کمک کنین، ای که دستت میرسد کاری بکن. و اگر اطلاعاتی میخواین من اینا رو از فردا روی فیسبوک قرار میدم، و اگه توی این منطقه هستید میتونید با آمدنتون شرکت کردن کمک کنید، حمایت کنید، افراد را آشنا بشین. اگه نیستید میتونید کمک کنید، حمایت کنید، حتی اگه خواستید میتونید تلویزیون مردم رو حمایت کنید، بگید که مثلا این 50 دلار برای اونه. و با وجودی که پیپل از ما پول کم میکنه، شما مثلا 100 دلار اگه بفرستین اینا حدود 4-5 دلارش کم میکنن، اون 4-5 دلار من میدم. همیشه هم گفتم که این باعث میشه که شما که یه قدم برمیدارین منم تشویق بشم یه قدم بردارم. مشکل جامعه ما متاسفانه اینه که حکومت‌های دیکتاتوری که داشتیم و داریم ما رو عادت دادن که کارهای داوطلبانه انجام ندیم، چون اگه انجام ندیم مجبوریم چشممون به دست اینها باشه، مجبوریم دولا بشیم، دست نیاز به طرف اینها دراز کنیم. و اینه که اولین قدم اگه شما میخوای از دیکتاتوری آزاد بشی باید بگی گور پدر دولت، حتی دولتای خوبش، بگی گور پدر دولت، اونا به فکر ما نیستن، من و شما باید به فکر همدیگه و دیگران باشیم. اگه کسی خواست کمک کنه میتونه این کار رو انجام بده، یه ایمیل یا تو همون کمکی که با چیزم انجام میدید با مردمتیوی.com روی پیپل میتونید بنویسید برای این برنامه Center for Women یا مرکز بهسازی Improving Women's Life، مرکز بهسازی هست، CWI بود اسمش، یا بذارید یه بار دیگه نگاه کنم که عوضی نگم، Center for، بله CIWL یا Center for Improving Women's Lives. خب بذارید چند تا آقای قربان‌علی حسین نژاد هم اینجا هستن، اون روز یه مقاله نوشته بودن که دوباره حکایت میکرد که مرده زنده شده، و ایشون حتی با مرده رجوی هم به اصطلاح گفت که دروغ میگی و اشتباه میکنی و مثل همیشه به اصطلاح مردم رو داری کلک میزنی، یعنی کلن اینا پایه و اساس حقیقت ندارن، و چون میگو چون حقیقت ندیدن ره افسانه زدن، همینه که به هیچ جا هم نرسیدن. یه بار دیگه از اون دوستی که با ایریا کد 713 با ما تماس گرفت و تکس فرستاد ممنونم. شما میتونید ویدیوهایی رو که دوست دارید دوستان از طریق تلویزیون مردم پخش کنید تا دیگران هم ببینن با یه هزینه بسیار کمی. خب
اینم از این. و اون دوستان ایرانی که یقه پاره میکنن برای اسرائیل، ببینید که خود یهودیا، خود کلیمیا، اونایشون که از اون قسمت مذهبی گذشتن و میگن این مال 5000 سال پیش بوده، مال 3000 سال پیش بوده که کسی از جای خبر نداشته، و این یهودی ها ادعا میکردن که ما بهترینیم، ما قوم برگزیده هستیم، بهشت مال ماست. ولی الان ببینید Jewish Voice for Peace، یعنی صدای کلیمیان برای صلح، اینها اعتراض میکنن که میگه بچه فلسطینی کشته میشه توسط به اصطلاح ارتش اسرائیل و هیچ کم صداش در نمیاد، چون تمام میدیا، تمام رسانه های دنیا، اینو شاه هم گفته بود، برید مصاحبه شاه با مایک والاس رو نگاه کنید. شاه همینجوری که کمدان بود و نادان بود، اتفاقا چون کم میدونست و نادان بود، یه حرفایی رو میزد که نباید در سیاست میزد، و همون حرفا ریشه زد، به اصطلاح تیشه زد به ریشهش و از بین بردش. اگر میذاش وزیر نفت بشینه بغل جمشید، خود جمشید آموزگار وزیر نفت بود، تو اوپک وزیر نفت صحبت کنه، نمیدونم اون برای چیزای دیگه وزرای این، هیچ کار قبول نداشت و خودش همه کاره بود، همه کارا رو هم خراب کرد. درست مثل همین آیت الله. آیت الله نگاه کنید، شما از توالت رفتن اینا میگن ما واردیم تا بمب اتم دیگه، حالا چی بگیم. خب این جویش برای پیس هم براتون نشون دادم. بیایم اینجا، ساعتم 3:45 است و ما میخواستیم امروز مقداری زودتر برنامه رو ببندیم و بریم، ولی میگه معلمان فلوریدا میتوانند با اسلحه گرم در کلاس درس حاضر شوند. این فلوریدایی که یکی دو سال پیش دیدید کشت و کشتاری شد در دبیرستان و اینها، این بچه ها هم دلخوش و آمدن فعالیت کردن و اینجا برو اونجا برو، تازه بدتر شده. چرا بدتر شده؟ حالا معلمم با اسلحه میره سر کلاس. فکرشو بکنید، معلمای ایران که با چوب میمدن سر کلاس، من و شمای بیچاره چقدر میترسیدیم، چقدر چوب خوردیم، چقدر فلک شدیم. دوره ما فلک نبود، خب کف دستی بود، پشت دستی بود. و حالا یه معلمی میاد مدرسه با اسلحه، مثلا قسط ماشینشو نداده، ماشینشو صبح بردن، این اومده سوار ماشین بشه، ماشین نداره، سوار شده اومده، حالا این مثل یک بمبه که منتظر یه نفر یه جرقه بزنه این منفجر بشه. یه بچه یه کاری انجام بده، یه چیزی بگه، یه دری محکم به هم بخوره، این فکر کنه صدای شلیکه، اینم اسلحه رو در میاره. هنوزم تیری درست نشده که بهش بگن تیر هوشمند و این میره فقط افراد خاطی رو میکشه. خب پلیس اسلحه‌ش میاره خونه، بچهش میره خودش شلیک میکنه، بچهش میره مامانش شلیک میکنه. نداریم. این چه خواهد شد من نمیدونم. واقعا این مسئله اسلحه هم یک موزل بزرگی است که به نظر میرسه تو آمریکا راه حلی هم براش نیست. و اما میگه فرمانده نیرو دریایی ارتش ایران، همون چیزی که من قبلا براتون گفتم، گفته آمریکا خلیج فارس را ترک کند. این میگن طرف رو تو ده را نمیدن، سراغ خونه کت خدا رو میگیره. اینم از این ماجرای ایرانیا. و اما حذف افراد خطرناک از فیسبوک به خاطر نفرت پراکنی. من این آقا رو به شما نشون میدم، این آقا انقدر درست مثل ترامپ و اون جنگ طلبا و جنگ افروزان دروغ و هر چیزی رو که میخواد به دروغ به حقیقت تبدیل میکنه، به خورد شنونده ها میده، که حتی همسرش اینو برد دادگاه و گفت این صلاحیت نداره که با بچه های ما باشه، چون بچه ها رو جوری پرورش میده که بچه ها برای جامعه
به اصطلاح ضرر دارن، یعنی این آقا حق دیدن بچه هاش رو هم نداره. اسمش هست الکس جونز، مجری و به اصطلاح تحلیلگر سایت دستراستی اینفو چین. بله، پاول جوزف واتسون، سردبیر نسخه بریتانیایی این سایت و این سردبیر سابق سایت دستراستی بریتبارد از جمله منع شدگان هستن. یه چند تای دیگه هم هستن که صفحه هاشون رو بستن. حالا ببینیم اون کار فیسبوک به کجا می انجامه. اتفاقا همون ویدیویی رو که اون دوستمون که با تکس فرستاده بود من نگاه می کردم، خود اون آخوندهای مسیحی تو اون ویدیو می گفتن که هر لحظه ممکنه یوتیوب برنامه اونها رو قطع کنه، چون یوتیوب هم دست صهیونیست هاست، فیسبوک هم دست صهیونیست هاست. و باز برگردید حتما مصاحبه مایک والاس، نه کریس والاس، مایک والاس مرده، مصاحبه مایک والاس رو با شاه ببینید که شاه میگه که آقا همه چی دست یهودیا و کلیمیا و اینها هست. بعد مایک والاس هم میخنده. و اما برنامه 2 سال آینده کاخ سفید علیه ایران، شرایط بحرانی روابط ایران و آمریکا به تدریج وخیمتر می شود. اقدام بی سابقه آمریکا مبنی بر قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی نشانه‌ای از جدی‌تر شدن ابعاد خصومت دولت آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران به شما می آید. برای این دوستمون نوشتم که پروین خانم، آمریکا الان خودش نمیدونه فردا چه کار میکنه. اگه منظورتون از آمریکا و کاخ سفید این ترامپو، ترامپ الان اینجا رو تبدیل کرده به یک کشور دیکتاتوری، کشوری که شما هر روز میومدی میزدی تلویزیون توی کاخ سفید گزارش میدادن به مردم، الان 40 روزه اصلا این گزارش ها رو نمیدن. کشوری که شما هر روز از وزارت دفاع، نه وزارت جنگ، آمریکا وزارت جنگ نداره، از وزارت دفاعش توی پنتاگون خبرنگارا گزارش میدادن. بله درسته که همه چی رو به ما نمیگفتن، ولی شما اقلا حس میکردی که در جریان، در جریانات امور هستی. الان چندین ماه هست هیچ خبری نیست و خودش میاد، اون هلیکوپتر هم اون پشت داره تپ 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 تپ، اینم داد میزنه با اون صدای چی میگن انکر الاسوات، یه چیز مزخرفی میگه به اینو اونو میپره و دوباره میره تا یه روز دیگه. و من برای این دوستمون نوشتم خانم، کاخ سفیدی که از فردای خودش خبر نداره فکر نمی کنم بتونه برنامه 2 ساله بنویسه. این درست میشه مثل آقا رضا پلوی که آمد گفت این ققنوس دیگه نگو و نپرس، برنامه 50 سال آینده هم نوشته. آقا ما 50 سال زنده نیستیم، فکر نمی کنم شما هم زنده باشی. درست شما کودکی، ولی کودک سفید مو هستی، پیرمرد شدی دیگه. شما برنامه 5 سال آینده شما بگو. بله میگه اوباما هم درباره دونالد ترامپ فیلم تهیه میکنه. اوباما که یه کتابی نوشت 20 میلیون بهش پول دادن، به خانمش پول دادن. اینایی که میان برای حقوق 400 هزار دلاری این همه پول خرج میکنن، برای این نیست که اون موقع که اونجا هستن این پولو میخوان، برای اینه که بعدی که میان رابطه و نمیدونم واسطه و فلان اینها میشن، اون موقع پول میسازن، که اینا هم دارن پول میسازن، بیچاره مردم. و اما وزیر دادگستری آمریکا از پاسخگویی در برابر کنگره خودداری کرد. من نمیدونم این دادستان اترنی جنرال همین وزیر دادگستری هم میشه یه مقداری. میگم بله، میگه وزارت جنگ نداره اما میخواد با ایران بجنگه، این میشه دفاع. باریکلا شما زدی به هدف. اینا برای که اسم جنگ، وقت تو ایران یادتونه وزارت جنگ، اینا برای که اسم جنگ خود به خود یک بار منفی داره، اینو سالها عوض کردن گذاشتن دیفنس، دفاع. و برای که اونو توجیه کنه میاد میگه که ما میریم مثلا حمله میکنیم به این سوربی، میزنیمش، شاید این تو فکرش این باشه که داره میاد بخواد منو بزنه.
و این دیگه خیلی مسخره است. یعنی به جای دفاع حمله میکنه. تو ایرانی هم میگفت آقا اگه میخوای کتک نخوری مشت اول تو باید بزنی. اینم یه بدبختی دیگه. خب بماند نمیدونم، در اصل شما درست میگی، وزارت جنگ نداره ولی با این و اون جنگ میکنه. شما اینو به دوستان در لس آنجلس بگید. خب و اما اتهام بدعت گذاری در دین علی پاپ فرانسیس، یعنی من نمیتونم صبر کنم تا روزی که این آقای پاپ فرانسیس که آمد و کلیسا رو نجات داد از سقوط، این چند سالی که این اومد کلیسا رو نجات داد، چون کلیسا صورت واقعیش رو مردم دیده بودن که این با بچه ها چه کار میکنه، توی جنگ ها با دنیا چه کار میکنه، همیشه طرفدار دیکتاتورا بوده، چه بانک بزرگی داره. برید God's Bank یا God's Money، پول خدا یا بانک خدا، برید این فیلم رو پیدا کنید، نگاه کنید، ببینید اینا چه کار میکنه. این آخوندا بچه این مسیحی ها هستن، این مسیحی ها بچه اون خاخاما و کلیمیا هستن، حالا این یهودیا به کدام دینی میره، اینا همش از یک جا سرچشمه گرفته آمده. حالا یک میره این و یک میره این و، مثل همینجا دموکرات و ریپابلیکن و این یکی جمهوری خواه اون یکی نمیدونم دموکراته، دوتاش به یه درخت وصله، پایه و اساسش یکیه، ولی نوشته که بدعت گذاشته در دین. حالا ببینیم بعدن این چه چیزی رو میگن بدعت و چه جرمی براش میبرن. اینجا هم سپیکر پلوسی اکیوزز اترنی جنرال ویلیام بار آف کامیتینگ ا کرایم، این همون چیزی بود که اول برنامه بهتون گفتم که این خانم پلوسی، خانم ایتالیایی تباری که سالهای سال در سیاست بوده و الان هم به عنوان سخنگوی مجلس، یعنی ایشون نفر سومه، اگه امروز هواپیما بیفته ترامپ از بین بره، پنس اون معاونش از بین بره، این خانم پلوسی، نانسی پلوسی میشه رئیس جمهور. دیگه ترتیبات بعدیش نمیدونم چیه. این خانم که الان سخنگوی نمایندگان مجلس هست گفته که این دادستان کل کشور، حالا یه قول بعضی از دوستان وزیر دادگستری، گفته ویلیام بار کرایم، یعنی جنه، میگن جرم جنایت، نمیدونم جنایت، این جرم و جنه و جنایت اینا رو ما نتونستیم بفهمیم به کدومش میگن، در هر صورت کرایم انجام داده. ببینیم حالا چجوری میخوام برن دنبالش، احتمالا در روزهای آینده میبینیم. دوستان عزیز شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. ممنونم از دوستانی که همین دو سه روز اول حمایت کردن از تلویزیون مردم، شما هم لطف کنید از تلویزیون مردم حمایت کنید. اگر برنامه‌ای که یه شنبه من از ساعت 2 تا 6 هست، ولی من 3 میرسم اونجا چون تا 2 کار دارم، تا از سر کار بیام برسم اونجا میشه 3، اگه میخواین که اونجا از طرف شما به نیابت شما به این عمل خیری که انجام میدن ما هم کمک کنیم، میتونید از طریق مردم تیوی حمایتتون رو ارسال کنید، ما هم اینجا نقش یک قاصد رو یا نامه رسون رو اجرا میکنیم و میبریم این مبلغ رو به اونها میدیم. و اما یک نوشته هست، من اینو براتون میخونم، چون آقای آریانپور نوشته، من با خواندن این نوشته آقای کریم سجادی پی نبردم که ایشان چه چیزی را در نظر داشته بیان کنم. اگر به نوشته سجادی خامنه ای فرد عقب مانده فکری بیش نیست، من و شما بهتر از هر کس می دانیم که ترامپ به مراتب احمق‌تر و خود بزرگ بینتر از خامنه ای است. ضمناً هدف شما با درج این نوشته بی سر و ته چه بوده است؟ من این نوشته رو براتون می خونم. اندیشکده بنیاد کارنگی در آمریکا در مقاله تحلیلی به قلم کریم سجادپور می نویسد در هفته های اخیر تقابل ترامپ و خامنه ای به نقطه پرمخاطره ای رسیده است، و در حالی که هیچ یک از دو طرف
خواهان افزایش تنش ها، همین چیزی که آقای لادن گفت، گفت اینا از دو طرف دهنشون صحبت میکنن، صحبت هاشون دوگانه است. توی ایران طرفدارای خامنه ای میگن نه نه فلان با کسی صلح نمیکنیم، حرف نمیزنیم، روحانی و اینها التماس میکنن بیان چیز کنی. اینجا هم همینجوره، ترامپ از این ور میگه ما صحبت میکنیم، پامپو میگه ما صحبت میکنیم، وزیر امور خارجش ترامپ میگه نه ما باید بزنیم اینا رو داغون کنیم. ایرانی هم یه مشون دلخوش دور هم جمع میشن. دیدم باز شهرام و مایون و چند تای دیگه جمع شدن و اینا همه افرادی هستند که شما میبینی. هر وقتا میگفتن هر جا آشه کچلک فراشه، یعنی میگن جنبش A میبینی اینا توشن، جنبش B اینا داخلشن، جنبش C. و وقتی اینجوری میبینی، میبینی اینا شغلشون شده مثل آخوندهایی که میرن تو مراسم ختم و روزه و فلان، اینا هم شغلشون شده که برن تو این مراسم شورای ملی مقاومت، شورای ملی سخاوت، شورای همش از این مسخره ها، هیچ چیزی نیست. در این مقاله آمده است که پرزیدنت ترامپ خواهان جنگ نیست، آیت الله خامنه ای هم خواهان سقوط اقتصادی کشور نیست، اما این دقیقا همان چیزی است که هر دوی آنها به سوی آن گام برمی‌دارند. برای یک لحظه خود را جای خامنه ای 80 ساله بگذاریم، رژیم او با یک بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول کشور و تورم 50% روبروست. اعتصابات کارگری و اعتراضات زنان علیه سرکوب آزادی‌های اجتماعی آنها در گوشه و کنار ایران در حالی صورت می‌گیرد که سیلی عظیم بیش از 75 تن از ایرانیان را در شهرهای بزرگ کشته است. آقای آریان‌پور کاملا درست میگه. اینایی که میشینن یه مقاله‌ای رو وقتی میگن، چیزایی رو که من و شما میدونیم میگن، باور کنید که چیزی برای گفتن ندارن. آخرش هم همون تموم میشه، ذکر مصیبت. یعنی چیزی رو که من میدونم شما میدونی براتون میگن، بعدم شما میگی خب این میخواست چی بگه؟ هیچ. آقای سجادی پور گهگاهی هم تو تلویزیون های مختلف آمریکایی میاد، ولی منم از این مقالهش چیزی نفهمیدم. خلاصه آخرش اینه، پرسش این است که آیا خامنه ای میتواند بر غرور و بدبینی خود غلبه کند و از اختلاف نظرهای مشاوران ترامپ بر سر ایران برای آغاز گفتگو با آمریکا سوء استفاده کند، یا آنکه او راه افزایش تنش ها را به پشت خواهد کشید؟ ما چه میدونیم. کوتاه‌ترین راه برای خامنه ای این است که به دولت روحانی اجازه بدهد با دولت ترامپ وارد یک معامله بشود، اما سابقه 30 سال تاکتیک های اون نشان میدهد که او احتمالاً روش همزمان مذاکره همراه با صبر استراتژیک و تشدید تنش مقابله را دنبال خواهد کرد. مقاله ای بی سر و پا. من از شما عذر میخوام اگه وقتتون رو بابت این هدر کردم. دوستان عزیز، دوشنبه ساعت 12 ظهر برنامه رو با کانون آوا شروع میکنیم، 2 بعد از ظهر سربی با مردم، ساعت 2:30 با آقای دکتر آبدی هستیم. شما هم اگر سوالی دارید، نظری دارید، حتما با ما در میان بگذارید. شما هم از تلویزیون مردم استفاده کنید و اگر از تلویزیون مردم استفاده میکنید حمایت کنید که ما با شما هزینه رو پرداخت کنیم و محتاج دیگران نباشیم، چون تا محتاج اونها شدیم راه و روش ما رو میخوان عوض کنن، ما هم حوصله نداریم. خب آخر هفته است، مواظب مشروب خوردنتون، خوشگذرونیتون باش، همیشه این تو فکرتون باش که همونقدر که شما میخواین خوش باشید اجازه بدید دیگران هم خوش باشن. کاری نکنید خوش بودن شما، صدای موزیکتون رو انقدر زیاد نکنید همسایه این ور همسایه اون ور ناراحت بشه. تو ماشین صدای موزیک رو اینقدر زیاد نکنید که اونایی که بغل دستتون وای میسن توی خیابون، آخرش هم گوش خودتون کر میشه. مشروب زیاد نخورید که نفهمید کجا هستید چه کار میکنید. و میگه اینایی که زیاد مشروب میخورن، یکی میره بیمارستان، یکی میره قبرستان، یکی هم میره زندان. اینا اونایی که زیاد میخورن. اونایی که به اندازه میخورن وقتی هم مجلس تموم شد نگاه میکنن میبینن واقعا دیگه چیز نیستن، مست نیستن و به راه خودشون ادامه میدن. خب روز و روزگار بر شما خوش، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، آخر هفته خوبی داشته باشید، با امید دیدار شما دوشنبه ساعت 12 ظهر به وقت نیویورک. مرسی که با ما بودید.